بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز من و شما بیکارترین افراد این دنیا نشستیم و میخواییم با هم گل بگیم و گل بشنویم، بتونیم اوقات بهتری رو برای خودمون و دیگران درست کنیم. امروز 27 ژانویه 2014 میلادی که برابر است با 7 بهمن ماه 1392 و اما بهمن که از راه میرسه، این سرما که میاد یه مقداری آدم اذیت میشه و یادش میفته به بهمن 1357 و اون اتفاقاتی که افتاد. دوست خوبمون آقای علی شیرازی برای من یه ایمیلی فرستادن و نوشته بودن که شما این رو بخون و به من بگو که تو رو خدا این مرد میتونه بی سواد بشه باشه. مقاله بسیار طولانی بود ولی خیلی جالبه که مخصوصا چون من امروز با خانم اردلان شری اردلان، درست میگم؟ الوندیان، یادم میره فامیلا رو قاطی کردیم حسابی. دوستان شطرنج بازی کنید، ورق بازی کنید که یادتون نره. اتفاقا امروز این پرژن هریتیج رو که قبلا بهتون نشون دادم داشتم نگاه میکردم صفحه اولش، چون اون پشت جلد هست، صفحه اولش یک پرژن دک، اینا به کارت میگن دک آف کارت، یعنی مثل یه نمیدونم ورق بازی رو اینا میگن کارت، حالا مهم نیست چون مثل کارت دیگه. یک آقای یا خانمی یا شرکتی این کار رو انجام داده، تمام عکس های کوروش، داریوش، خشایار اینها رو روی این 52 گذاشته، اسماشون هم نوشته، حتی یه توضیح کوچولو هم هست. حالا امیدوارم که فرصتی بشه ما با این دوستان هم صحبتی داشته باشیم. اینه که الان دارم خدمتتون میگم یکی از عواملی که باعث میشه آلزهایمر یا فراموشی دیرتر به سراغتون بیاد همین بازی کردن با ورق هست که آخوندها میگن ممنوعه. چرا؟ اونا دوست دارن شما فراموش کنی حتی کی هستی چی هستی. پس این یادتون باشه Persian Deck D-E-C-K، اشتباهی ننویسینا، معنی بدی میده اونجوری. در هر صورت این ماجرای اسم یاد رفتن و اینها، شری الوندیان اگه اشتباه نکنم چند مدت هم زحمت میکشیدن، برنامه های خوبی رو میفرستادن اینجا و ما پخش میکردیم. ایشون خیلی فعالیت میکنه، متاسفم که بگم فعالیت این دوستان ثمری نداشته و به نظر میاد نخواهد داشت، چون دارن یک راه غلط رو هی دور میزنن. این تظاهراتی که قرار 20 بهمن انجام بشه، دیدید با شور و هیجان این ایمیل میفرسته، اون ایمیل میفرسته، این زنگ میزنه، اون زنگ میزنه، به هر کدومشون میگیم آقا خانم خب بیاین بگید کی مسئوله، کی کجا، به کی زنگ بزنن، اینها میره دیگه غیبش میزنه. یه دلیلی هم که غیبشون میزنه اینه که میگیم بابا شما باید خرج کنید اگه میخواین یک کاری گیرتون، چی میگن، یک عملی رو انجام بدید، مجانی نمیشه. حالا هر چی هم میخوام بگی، بله این روزا فیسبوک هست، ایمیل هست، شما ایمیل میفرستی، طرف تا میبینه از شماست که هر روز 10 ایمیل میفرستی پاکش میکنه میندازتش دور. ایمیل که میفرستید بهشون بگید که کدام یکیتون حاضرید بیاین در شیکاگو که آقای داریوش شماره 3 هست، کدام یکیتون حاضرید بیاین در کالیفرنیا که خانم شری الوندیان هست، تا اینها ببینید برای چند نفر باید وسیله بیارید. اگرم قرار هر کسی بیاد مثل 13 به در که خب میان چه کار میکنن، به چه نتیجه میرسه. حتی امروز به خانم شری الوندیان گفتم اگه مایل باشید و تحمل این ایرادای منو داشته باشید بیاین امروز صحبت کنید. متاسفانه اینها دوستان فقط در میرن. نوشته هم میهنم رسانه تویی، یعنی این آمریکایی‌ها که رادیو تلویزیون استفاده میکنن، روزنامه استفاده میکنن، مجله استفاده میکنن، کاغذ میفرستن با پست در خونتون، اونا احمقن. ایرانی‌ها عاقلن، این دوستان عاقلن. ببینید چقدر عاقلن، مملکت رو دادن دست آخوندها، فرار کردن اومدن اینجا، دکتر داره رانندگی تاکسی میکنه، ببخشید دکتر داره توالت و آشپزخونه و اینا رو ریمادل میکنه، کاشی میکنه، سنگ توالت عوض میکنه،
مهندس رانندگی تاکسی میکنه، تیمسار سرهنگ داره تو رستوران کار میکنه. دیدید دیگه اون فیلم خانه ای از باد و مه بود، چی بود؟ خانم شوره آغلاشلو و اون آقای بنزلی قد قشنگ بازی کرده بود، نقش اون تیمسار ایرانی رو بازی میکرد که میومد میرفت کارگری آسفالت و اینها میکرد، ولی قبلش میرفت تو هتل‌ها و این ورور دستورتشو میشست و لباسشو عوض میکرد، تو خانواده‌شون که میرفت برای خودش و برای دوستاش به دروغ همون تیمسار بود. همین در رابطه با این دعوت عمومی، حتی حالا گفتم ویدیو هم چون از تو خونه عکس هست و میذاری و موزیک میذاری و بشه تابید همه درست میکنن، ولی چه کسانی حاضرن 20 بهمن بیان توی فرانکفورت، توی واشنگتن، توی کالیفرنیا، توی شیکاگو، همه قیبشون میزنه علی میمونه و حوزش میشه آقای محمود امینی که برنامه گذاشته بود اینجا جلو سفارت ایران، سفارت که چه عرض کنم، دفتر حفاظت ایران. گفتم من میدونم که کسی نمیاد، ولی شما اگه رفتی دیدی کسی اومد یه چند تا عکس بفرست بیاد تا ما به دیگران نشون بدیم، بگیم که متاسفم من اشتباه کردم. همین الان از خانم شری الوندیانم میخوام که 13 روز دیگه این تظاهرات که میره ببینه چه جوری عکس بگیره بیاد، بعد اگر به این نتیجه رسید که هم میهنم رسانه تو نیستی، از رسانه استفاده کنید. یک فیلم و ویدیویی بسیار خوبی تلویزیون من و تو درست کرده، من این رو دیدم کاملش رو، شما برید روی وبسایتش رو ببینید. صحبت میکنه با افراد مختلف، یکیش این آقای سازگاراست، یکیش یه آقای دیگه هست که الان اسمش یادم رفته اینجاست و قبلا آخوند بوده و لباس و اینها میپوشیده بعد ول کرده. ببینید اینها چقدر قشنگ توضیح میدن، میگه در اون منزل همون لوفلوشاتوی نمیدونم پاریس این افراد که میومدن یک هفته ما آموزششون میدادیم، بعد وصلشون میکردیم با آقای چمران و با اون قسمت نظامیمون، بعد اینها میدونستن که حالا ایران که میرن باید چه کار کنن. حالا به یکی از این دوستان بگو آقا سربی غلط میگه، خانم شری الوندیان شما درست میگی، داریوش شماره 3 از شیکاگو شما درست میگی، هم میهن عزیزم رسانه توی، خبر رسانی کنی درست. 20 بهمن همه اینا اومدن. اولا پیام چیه؟ میخوان برید اونجا چی بگید؟ این باز همون ماجراییه که به همه میگید پرچم بیارید از هر حزبی از هر مذهبی که هستید، اون وقت اونجا یه نفر که تا امروز نمیاد بگه من کیم بلنگو میگیره دستش حرف میزنه، انتظار داره مردم هم همونو بگن و مردم راهشون رو میکشونن میرن. یک، اگه اومده باشن. دو، اگه اومده باشن میبینن اه دوباره این همون آشو همون کاسه است، راهشون رو میکشن میرن. خانم شری الوندیان شما دعوت هستی از امروز تا 20 بهمن بیاید برای دوستان بگید که چجوریه، مگه ما دیدیم یه جای دنیا تظاهرات بذارن هر کی باشه همینجوری؟ این بذارید براتون بخونم چی نوشته ایشون. وقتی که اینو فرستاد، بعد که من براش فرستادم که جالبه این رو من هر روز روزی 10-15 بار میگیرم و نمیدونم حقیقتا کی مسئول اینا، ایشون نوشته فقط شما اینا رو رد کن بره، امیدواریم که بیان مردم اگر میخوان هپی باشن، اگر میخوان خوشحال باشن بیان تو این تظاهرات 20 بهمن. اوکی، آمدن اونجا خوشحال شدن، بعدش چی میشه؟ اصلا شما رفتی جلوه کجا هم قرار بری؟ کمیته شهروندان برای برگزاری تظاهرات گذر از رژیم دیکتاتوری اسلامی اطلاعیه شماره 1. اینا هنوز تو اون اطلاعیه شماره 1 هست. بعد شما وقتی میگی کمیته، میگی مثلا خانم شری الوندیان رئیس، آقای داریوش معاونه، اون یکی سکرتره، در رابطه با این با اون تماس بگیرید، در رابطه با این موضوع با اون یکی، همینجوری برید ببینید، برید یاد بگیرید، اشکالی نداره یه چیزی رو از آخوند یاد بگیرید. من بهتون بارها گفتم بنده در حکومت نظامی شیراز بودم، مأمور حکومت نظامی، و میدیدم میآوردن این شبنامه ها رو، این نوارا رو میآوردن تو شهربانی و توی هوابرد گوش میدادن میخوندن و
ما میدیدیم چه وحشتی اونجا بین ماها که اونجا بودیم رواج پیدا میکرد، توی دلمون خالی میشد، میفهمیدیم که با یک سیستم ارگانایزی، هی نشینید بگید اینا دولت کارتر بهشون پول داد آمدن اینجوری کردن. اوکی، اگه اون کارم کردن شماها علیلین، ذلیلین، تو سریخورید، بدبختید، انگلیسی بلد نیستید، قانون بلد نیستید، چرا نمیتونید برید از یه جایی پول بگیرید؟ چرا نمیتونید برید از یه جایی وسیله بگیرید؟ چرا نمیتونید یه نفر رو بیارید بشینی براتون برنامه‌ریزی کنه؟ دوستان عزیز، در این رابطه تظاهرات شهروندان اگر موضوعی دارید، صحبتی دارید، چه اینجا میگن پرو چه کان، چه بر علیهش چه بر لهش، یعنی موافقید چه مخالف، پیام بذارید، ایمیل بفرستید، من این پیام ها و ایمیل ها و اینها رو براتون میخونم و پخش میکنم و دیگران رو هم در جریان خواهیم گذاشت. یا yeah, you got it, so people can join the protest and not sit at home. اینم جواب خانم شری الوندیان بود. میگه بله، شما کاملا درست گرفتین، مردم میتونن، خانم مردم میتونن امروز هم تصمیم بگیرن یه ما چی نخورن، شب که شد گرسنه شد میره چی میخوره. شما این چه حرفیه میزنید؟ من امیدوارم، منم امیدوارم میلیونر بشم، اگه نرم کار کنم، اگه نرم بلیت لاتاری بخرم، اگه نرم قمار کنم، اگه نرم بانک بزنم، این مگه میشه؟ این چه حرفیه شما میزنی؟ بهش میگم شما که اینقدر به امیدت باور داری، چرا 35 سال تو آمریکا داری کار میکنی، مینشستی تو خونه امیدوار؟ بعد میشدی آقای امیدوار، 2006 تا حالا میخواد بره به تهران و به ایران، از کاری که کرده از تایسن کورنر اومده رفته تو خونش. نکنید، نسازید، به حرف یک کسی گوش بدید. دشمن دانا بلندت میکنه، بر زمینت میزند نادان دوست. شما دوستان نادان دورتون جمعه، حالا ما بهتون احترام میذاریم، میگیم شما دانا هستید، دوستانتون نادان است. برید با دشمناتون صحبت کنید، برید با مخالفاتون صحبت کنید. واقعا متاسفم، واقعا متاسفم که هی هم نشستیم اینجا. خب آقای که این خواننده‌ای که ویدیوهای خیلی قشنگ درست میکنه، چقدرم در موردش شایعه درست کردن اینها، الان یه ویدیوی جدیدی رو فرستادن برای من که راجع به کوروش و ایران و اینها صحبت میکنه، و اتفاقا آقای فرهاد پارسی گفتن که مسافرتشون بالاخره به پایان رسیده و رسیدن به اصطلاح اون جای سوئیس ایشون زندگی میکنه، و جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک با شما دوستان خواهند بود تا اولین برنامهشون رو در همین موارد با شما صحبت کنند و به اصطلاح به قول دوستان با شما در میون بذارن، به قول آمریکایی‌ها با شما شیر کنند. و اما این هم از این ماجرا، ویدیوی نگاهی به 35 سال گذشته رو از محسن سازگارا ببینید، از من و تو، که همین آقای محسن سازگارا چگونه میگه وقتی ما سپاه پاسداران رو درست کردیم، یه دفعه نگاه کردیم دیدیم سه تا سپاه درست شده، و ببینید چجوری اینها با منیجمنت، با مدیریت تونستن قشنگ با اونای دیگه با مدارا با دوستی صحبت کنن. این ستا رو که هم اسلحه به دست بودن، خدا رو شکر من و شما امروز اسلحه نداریم، ولی تو تمام این مهمونی ها 4-5 تا شهید میدادیم. این میگه شاه خوبه، اون میگه مصدق بوده، کیو کیو بنگ بنگ، گوگوش گفت دیگه، کیو کیو بنگ بنگ، هم دیگه رو میزدیم میکشتیم. اونا اسلحه دستشون بود، ولی دیدن اگر این اسلحه ها رو بر علیه هم دیگه استفاده کنن، مامورین شاه که هنوز اونجا بودن، من میدونم دشمنای عقیدتی اونها، اونها میان با هم دیگه یکی میشن، پدر اینا رو در میارن. اینا چیکار کردن؟ اینا با هم یکی شدن، سپاه پاسداران شد یکی، چیکار کردن؟ پدر من اون تو رو در آوردن. ماها در به در اونجا نشستن روی نفت و روی دارایی و اینها. الان هم که این روزها بحث این ژنو دو و از اون و بحث این داووس در اونم سوئیسه که روحانی چجوری صحبت کرد اونجا، جان کری بعدن چی جواب داد، بعدم روحانی با قاطعیت وایستاده میگه که اینجوری و اینها، و تمام شرکت ها هم این خانم بنفشه نون یه مقاله ای رو لطف کردن فرستادن، من خوندم هفته پیش، و یه مقاله جدیدی رو درباره همین ماجراها نوشتن که چهارشنبه براتون میخونم
چون اگر اون مقاله رو دیده باشین الان میبینید که این دوستانی که اینجا هستن از تلویزیون های وایس آف امریکا و تلویزیون های دیگه 100 مرحله و 100 قدم جلوتر هستن. ما اینجا میام به شوخی و به خنده یه چیزایی رو میگیم، ولی اگر شما دقت کنید میبینید چند قدم از اونای دیگه جلوتر هستیم. این هم ماجرای این تظاهرات بزرگ که از طرف کمیته شهروندان، بله ایشون نوشته که you got it so people can join the protest and not sit at home. بله مردم میتوانند تظاهرات کنن و ننشینن در منزل. بعدش چی؟ برنامه دارید خانم شری الوندیان؟ کی قرار شاه بشه؟ کی ملکه بشه؟ کی رئیس جمهور بشه؟ کی نخست وزیر بشه؟ دولت موقت کیه؟ اسلحه دست کیه؟ کی میخواد سپاه باشه؟ کی میخواد بسیج باشه؟ با اون سپاه بسیجی که الان هست چی کار میکنن؟ هیچ برنامه‌ای ندارید. از آقای آرمن ساگینیان خواستم که بیان در مورد اون صحبت و اون نامه‌ای که نوشتن و به ما هم یاد بدن چگونه نامه‌ای رو می‌نویسن به 126 نفر، اونها هم همه رئیس‌های دانشگاه، و این نامه از اون نامه‌ها نیستا که اینا بگیرن و بندازن بیرون. اولا این نامه بلده توی جانک باکس و اسپم نمیره، خودش پس میشه نامه هوشیار. دوما هر کسی که اینو میخونه امکان نداره اقدام نکنه. بعد میای پایین آخرش نوشتن این کتابا هم دونه 20 دلاره. در صورت که اگه کسی میخواد کاری بکنه کتابه رو با یک نامه با یک کارت قشنگ باید پست کنه برای اون رئیس دانشگاه، تازه اگر اون موقع امیدی باشه. این عکس‌ها و اینها رو اگه بتونم من نشونتون میدم. بذارید عکس‌های جالبی گذاشتم براتون اینجا، یکیش همین نامه آقای ساگینیان هست که ایشون اسمش هست آرمن ساگینیان. بارها گفتم که ایشون کسی هست که میگه با وجود اینکه ارمنی هست یا ارمنی بوده، آقای حضرت محمد آمدن به خواب ایشون و گفتن که آقای آرمن دستم به دامنت، دلم از دست این مسلمون ها گرفت و شما بیا من رو کمک کن، یاری کن، به اینها بگو، به این مسلمون ها، به مردم جهان بگو که این آقای حضرت محمد اصلا اهل جنگ و اینها نیست، این آدم بسیار خوبیه. و اون پدر سوخته ها توی راه مدینه به مکه زدن کشتنش. حالا این نامه هم ایشون لطف کرد و به دست من رسید. این همون نامه هوشیاریه که اولا توی جانک باکس نمیره، توی اسپم نمیره، فقط به دست رئیس رؤسا میرسه. بعدم اونها اصلا جرئت نمیکنن ترتیب اثر ندن. ایرانیان گرامی با درود، این نامه دیروز 21 ژانویه به 86 سالارهای، توی پرانتز نوشتن رؤسای بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا، فرستاده شد. توی برنامه‌شون گفتن به 126 تا، یه خورده که صحبت کردن گفتن 125 تا، بعدش هم عوضش کردن. امروز هم بهش گفتم اگر تحمل صندلی داغ و سوالای مشکل رو داری بیا، اگه درستو نخوندی فعلا برو، امروز دوشنبه هم هست، همه تنبلی. ایشون هم گفت من امروز گرفتارم، قرار شد حالا یا چهارشنبه یا جمعه. بله ایشون نوشته برای این دوستان، شما بزرگترین نشانگران یعنی مؤثرترین کسان دنیای آینده هستین. یعنی اگه از تو پرانتز من اون رو بردارم اینجوری میشه، شما بزرگترین مؤثرترین کسان دنیای آینده هستید. همین جمله غلط. حالا انجمن دانشگاهی هر یک از شما از همه چیزی که در گذشته روی داده و دارد روی میدهد آگاه هستید. آقا این مزخرفات چیه آقای آرمن ساگینیان؟ دانشگاه اینجا داریم، رشته الکترونیکه، اگه بری به رئیس دانشگاه بگی آقا کنتاکی کجاست، فکر میکنه کنتاکی فراید چیکن رو میگی. این چه مزخرفی شما نوشتید؟ شما از همه چیز آگاه هستید. خب همین پوز تعارفای خالی خودتون رو پر کرده، حالا دارین اینا رو هم میخواین خراب کنید. البته ایشون فلسفه‌های خیلی خوبی داره، مثلا میگه که خوراک ایرانی بدیم به این آمریکایی‌ها، از طریق خوراک ما رو بشناسن. بسیار عالی. یعنی از این بعد
من و شما میریم این ور اونور بوی کباب و پیاز میدیم، اصلا نگران نباشی، آمریکایی هم به زودی چلو کباب میخورن و پیاز هم روش و آروغ میزنن، از این ور سالن 400 نفر اون ور سالن بیهوش میشن. انجمن دانشگاهی هر یک از شما همه چیزی که در گذشته روی دارد و دارد روی میدهد آگاه هستید، ولی چیزهایی هستند که دارند روی میدهند و هنوز در آگاهی نامه ها خبرگزاری ها درج نکرده هم. درجم نوشتم درج. و استادان شما هنوز ناآگاه هستند. این نوشتار در مورد کسی است که کردارش شاید برای برخی از استادان شما چشمگیر باشد. والا اینجا نوشتن بانا آقای اشکان تشکری یک کس رواگ یعنی معمولی نیست، کارهایی کرده که کمتر کسی می کند. او در سال 1958 در شهر پهلوی به دنیا آمد. در 19 سالگی وارد حزب توده کمونیست شد. در 18 سالگی قهرمان کاراته ایران شد. در 16 سالگی به نواختن ویالون در 16 سالگی ویالون نواختن را آموخت. 2 سال پس از آن پیانو نواختن را آموخت، ارکستر نمیدونم یه چیزی رو آموخت و فلان، 6 تا سمفونی نوشت. هفتمین سمفونی به نام 11 سپتامبر آماده شد که امید است در تابستان امسال در شهر نیو پورکردار اجرا گردند. این نیویورک، بله نیویورک، کردار یعنی همون اجرا گردند. در سال 1986 با شنا از رود ارس گذشت و به شوروی پناهنده شد. پس از آموختن و آشنا شدن با چیستی ماهیت شوروی و کارگر حزب کمونیست به آلمان باختری پناهنده شد. در آلمان باختری نخستین لتک نوشته نمیدونم کتاب خود را به نام از ایران به مرکز KGB به زبان فارسی نوشت و چاپ و پخش کرد. خب معلومه دیگه، وقتی که در آلمان شرقی شما یک کتابی رو به زبان فارسی بنویسی تیراژش معلومه چند تاست، معلومه کیا هم میخونن. اشکان هشت، ولی من نمیدونم اینو بخونم، این لوتک لونتک لبتک. دیگر در مورد آینده ایران نوشته که در گون نوع خود بیمانندن. شما ببین من فارسیم، دارم فارسی ایشون رو میخونم، به چه بدبختی به چه عجزی افتادم. حالا این نامه برسه دست رئیس دانشگاه، اونم دانشگاهی که هم همه چیز را در گذشته میدونه هم همه چیزهایی را در آینده میدونه، ولی یه اتفاقی جفتاده که از سال 1958 تا حالا این آقای اشکان دنیا اومده و دنیا رو دگرگون کرده، ولی این احمقای رئیس دانشگاه نمیدونن و احتیاج دارن به آقای آرمن ساگینیان و من و شما که با چلو کباب اینا رو بهشون حقنه کنیم. اشکان لونک یا دلتک یا کتک یا دوشک کنونیش را در کانادا به زبانهای فارسی و انگلیسی به نام کاش من هم یهودی بودم چاپ کرد و دارد پخش میکند. اشکان در خانواده مسلمانی به دنیا آمد، ولی راستی های کلیمی بودن را در زندگی آموخت. این نسک لسک لیسک یک آموزگاری است برای هر ایرانی و هر کسی که درباره خاورمیانه چندان آگاهی ندارد. این لسک لسک لینکک هرچی به زبانهای فارسی و انگلیسی است. نخیر قربان، ایشون گفت هنوز به زبان فارسی نیست و از من خواسته که در پخش آن یاری کنم. بهترین و بالاترین رهبران ما به وسیله شما پرورش یافتند، تربیت شدند. این چه مزخرفاتیه شما میگی؟ از اون ور ما میگیم که هنر نزد ایران است و بس، از اون ور میگیم ما تمام این چیزایی که اینا دارن تو دانشگاهشون درس میدن بحثهای عمر خیام و رودکی و ابو علی سینا و اینها هست، اون ور شما میای اینجوری میگی؟ آقا این حرفا چیه؟ اگر شما خواهان باشید که درباره این کس کم جور آگاهی بیشتری به دست بیاورید، ولی من نمیفهمم این کم جور دیگه چیه، این نسک را بخرید و بخوانید. خوشتون اومد دوستان. تازه نامه نوشته برای 80 و
6 تا سالار بزرگترین دانشگاه ها نوشته حالا شما نمیدونید، آگاه نیستید، اگه میخواین آگاه باشید برید تازه این کتاب رو بخرید که بهاش هست 20 دلار و میتوانید از من بخرید. به راستی بینش کلنا گلنا هست. وای 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 وای. مسلمانان دنیا باید آن را بخوانند. با مهر مهندس آرمن ساگینیان، سفیر بنیاد پرسشگران جهانی، تلفن 323 666 4278، نمابر یعنی همون فکس 323 666 4271، و پست الکترونیکشون هم آرمن ات، اینقدر کوچولوه که دیگه من نمیتونم ببینم. دوستان یه وقت فکر نکنید این ملاها خیلی میفهمن، خیلی عاقلن ها، ما هستیم که نمیفهمیم، ما هستیم که کم میفهمیم، ما هستیم که روشن فکرامون بعد از اینکه چند تا دین عوض کردن، بعد از اینکه چند تا زبون خوندن، بعد از اینکه چند تا دانشگاه رفتن، تازه یک کسی یک کتابی 5 سال پیش 1998 او مای گاد، اصلا من نمیفهمم این کتاب چند سال تو مارکته، تازه اینا میخوان بفرستنش به دانشگاه ها، اونم به شرطی که رئیس دانشگاه رو میگن چی؟ سالارترین بیاد پول بده و بخره، و الا ما که حاضر نیستیم چیزی به کسی بدیم. ببینیم داریوش خودمون چی میگه. داریوش شماره 1 نوشته کاکو جون everything okay، کاکو tell her they should change their culture، فرهنگ. اینو به خانم شری الوندیان داره میگه، خانم الوندیان. داریوش از تگزاس به شما میگه که by going to street nothing will be established، به وسیله رفتن تو خیابون هیچ چیزی به دستتون نمیرسه. یه چیزی رو که باید به شما بگم، شما درست میگی، اتفاقا اگر از خودشون شروع کنن بعدن به وسیله رفتن به خیابون درست میشه، ولی اول بخوان برن خیابون بعدن بخوان خودشون رو درست کنن، شما درست گفتی و هیچ کاری انجام نمیشه. تظاهرات آخوندها در تلویزیون ایران و ببخشید این صدا ممکنه اینجا یکم اذیتتون کنه، من امروز دستگاهام اینجا یکمی روی میز ریخت و پاش هست چون ایام مالیات هست و کاغذها رو باید بریزیم آماده کنیم که تا 15 مارچ حساب بیزینس رو پس بدیم، بعد تازه بفرستیم برای خودمون، حساب خودمون رو ببینیم با کتب و کاتبی نیست. آقای مصطفی زاده از هلند میگه که آخوندها در تلویزیون‌های ایران و بر منبرها مکررن مطالب زیر اپوزیسیون خارج از کشور را مورد نهایت احترام قرار میدن. خدا را سپاس، میگه به این صورت آخوندها میگن، خدا را سپاس میگوییم که دشمنان ما را از گروه احمقان قرار داده. فکر میکنم علتش همین اعمال نادرست و نسنجیده است. مصطفی زاده از هلند. ممنونم آقای مصطفی زاده. ببینیم میگه که خانم شری الوندیان داشته تیراندازی زیادی میشده. استاد سر کلاس داشت اسمها رو میخوند، بعد رسید به اسم یه دختر به نام بارانه، پرسید حالا چرا بارانه؟ دختر با اشوه گفت آخه روز تولدم هوا بارانی بود. یهو یه آخوند بچه زبل از ته کلاس گفت شانس آوردی آفتابی نبود، وگرنه میشدی آفتابه. خیلی ممنون خانم شری الوندیان، شما هر چی میخوای جوک بگو، اصلا اسم منو ببر توش، رو من جوک بساز، حقیقت رو شما نمیتونی ازش فرار کنی. بشمارید ببینید چند نفر هستی. اگر تونستی شما بعد از این همه سال، این همه فعالیت فرهنگی، این همه فعالیت اجتماعی، کتاب آقای شباهنگ میشه، میری امضا میکنی، درست میکنی، برنامه میذاری، 10 تا دوستت رو یه جا جمع کن، 10 تا دوستت رو بنویس اسماشون که جرأت کنن اونا بگن دوست شما هستن. میدونی اینایی که میگن اسم ما رو نگو برای چیه؟ برای که نمیخوام بگم خجالت میکشن دوست شما هستن، شما رو نوعی مثال نمیزنم، جنرال دارم میگم. حالا ایشون میگه آقای سوربی شما هم مثل این که روزی که به دنیا آمدید داشته تیراندازی زیاد میشده، یعنی دارم تر میزنم،
خب تر میزنم به هیکل شما ها. یا دارم تیراندازی میکنم، دارم چه کار میکنم؟ آخه این جوکه چه کار این داره؟ خانم شقایق چه کار آقای گودرزی داره؟ عزیز دلم، من از شما دعوت کردم مهمون برنامه من، شما که هیچ کدومتون یه پنی پول نمیدی، مهمون برنامه من بیا این تظاهرات رو پروموت کن، بگو خانم شری الوندیان که یه مدت شاه اللهی بوده، حالا دنبال آقای رضا پهلوی شورای اللهی شده، خودشم نمیدونه کجاست. اول گفت جزء شورا هستم، بعدن گفت نیستم، اول گفت نمیرم فرانسه، بعدن رفت فرانسه. شما بیا بگویم شورا چی شد؟ خانم الوندیان، من تیراندازی نمی کنم، من تر نمی زنم، من زر نمی زنم، من مثل آینه هستم، آینه چون به نقش تو بنمود راز. خانم شری الوندیان خود شکن، سربی شکستن خطاست. شما رو تو این تلویزیون مدرک شما داریم، صحبتش رو داریم، چه چیزایی راجع به شورا گفتی، بعدن دو روز قبلش هم آمدی، چند روز قبلش هم پول جمع کردی رفتی فرانسه، دیدار خانواده، دیدار دوستان، سری هم به شورا زدی و آمدی. چی بود حاصلش؟ شورا به کجا رسید؟ بیاین حرف بزنید. چرا امروز نمیای؟ برای که میدونی آبرو رفته. بله، سربی روزی که دنیا اومد خیلی تیراندازی میشد و یاد گرفته به این و اون تیراندازی کنه. خجالت داره که شماها یه مش آدمای ترسو بزدل، البته هیچ عیبی نداره، رهبراتون هم همه ترسو و بزدل هستن. واقعا خیلی کمدین هستی، مردم از خنده با این نامه‌ای که خوانده. آقا فکر میکنی من مسخره میکنم؟ من عکس نامه رو گرفتم نشونتون میدم که ایشون یه وقت نیاد بگه سربی مسخره کرده. قربانت گردم، من الان دوباره بهت نشون میدم. اینم براتون، هر کی میخواد دوستان این نامه چلنگک نمیدونم چی رو براش بفرستم به سالار فلان. تازه حالا اون کتابش رو بعد از این که انقدر تو خونه مونده، لابد خانمش گفته آقا این کتابا رو یا ببر بده به این و اون، یا من آتیشش میزنم میندازم زمستونی توی فایرپلیس. ایشون زنگ زده به این آقای آرمن ساگینیان که با آب و تاب داشت تعریف میکرد که ما یک اتاقی درست کردیم، انجمنی درست کردیم، تلفن گذاشتیم، بله، مبل گذاشتیم، بله، همه حاضرن جز باقر. اون خانمی که باید این تلفن رو جواب بده مریض. اینا هم مفتخورا از این ور اون ور زنگ زدن بهش که آقا بیا این کتابا رو تو بفروش، از 20 دلار مثلا 10 دلارش هم بهت میدی. آقا خانم، اینها این نامش که نامه براتون میفرستن. برای همین شما که الان مسخره کردی یا از حرف من خندت گرفته، واقعا این خنده آوره، ولی خنده تلخ من و تو از گریه غم انگیزتر است. کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. شما خانم شری الوندیان، من به چالش میکشم شما رو، خودتو بنویس اون بالا، اسم 9 تا از دوستاتو بنویس که با شما توی سنگرن، توی یک سنگری که والله ما اینجا نمیبینیم، این سالن های آرایش و زیبایی و لاک ناخون و اینا رو که ما اسمش گذاشتیم شما سنگر. خانم چیه این پری سفاری ماشاءالله تو سنگره، والا اگه سنگر اینه، برید عکسای 10 سال پیشونه نگاه کنی، عکسای امسال هم نگاه کنی. میشه از شما خواهش کنم یه نفر منو ببر تو سنگر که به این خوشگلی بشم تو این سن و سال؟ مسخره بازی در آوردید، خودتون رو مسخره کردید. آخوندم نشسته اونجا میگه که خدا دوستشونه، که دشمناشون اپوزیسیون احمقای مثل من و شما هستن. در هر صورت آقایان، این آقای ساگینیان باید بره کمدی نویس بشه و فکر کنم جایزه اسکار رو بهش بدن. بله ممکنه، هیچ بعید نیست. مگه ایشان دوست هم داره؟ ایشان از بس شاخه به شاخه میپره بهش میگن شری شاخه پر. خانم شری الوندیان، ایشون یکی از دوستان شماست، در رابطه با شما نوشته، اگه خواستی هم بعدن میگم با خودش مستقیما تماس بگیری. کسیه که از همون ماجرای شورا و اینها به شما هشدار داده بود که این شورا آواز دهل شنیدن از دور خوش است،
بری فرانسه گوشات کر میشه. البته اونا بلد بودن، به هر کسی دو تا بوت شامپاین دادن که حالا هر کسی میخواد از بالا از پایین استفاده کنه و نشه باشه، چون ما خیلی همون از بالا نشه میشیم، خیلی همون از پایین نشه میشیم. جناب پلیز سند می دی لیدر آف مستر آرمان، ام لیدل سیک اند آی سرچ سامتینگ تو رید اند لاف. میگه که این دوستمون میگه که لطفاً این نامه آقای آرمن ساگینیانو برای من بفرست، من امروز مریض هستم و احتیاج دارم به یه چیزی بخونم و بخندم. حتما براتون میفرستم. این دو تا حالا دوستان دیگه هم میتونید به تلفن ما 703-957-6150 تماس بگیرید، پیام بذارید یا میتونید ایمیل بزنید. من چند روز پیش آقای سرهنگ عقیلی پور لطف کرده بودن یک ایمیلی فرستاده بودن و یه عکسی که این عکس رو الان به شما نشون میدم و یادتون باشه توی تلویزیون مردم من فکر میکنم تنها تلویزیونی هستیم که عکس یعنی با سند حرف میزنیم، با سند و این چیزا نشون میدیم و بر اساسش هم حرف میزنیم، نظر خودمون رو هم میگیم، به دیگران هم میگیم اگر شما مخالفید بیاین نظرتون رو بگید و از این چی میگن از این تریبون استفاده کنید. ولی معمولا اینا چون فقط جاهای حرف میزنن که منتظرن به به و چه چه بشنون از ما میترسند و نمیان. شما این رو نگاه کنید، نوشته که حق، ببینید این بالا نوشته حق گرفتنی است. نمیدونم تو کدوم کشوره، توی یوکرین، ماشاءالله الان همه جای دنیا شلوغه، مصر شلوغه، جاها شلوغه، ولی این لباس و اینها به نظر میاد توی یوکرین باشه، چون یوکرین الان یا ممکنه بالاخره از هر تظاهراتی، اصلا کجا و اینا مهم نیست، مهم اینه اینی که سر تا پا مسلحه، از این کلاخود و ماسک و باتوم به این درازی و حتما اسلحه و از اون اسپری پپر و اینا هم داره پوتین و اینها. یک خانم، ببینید دوستان، یک خانمی وایستاده با چوب، یه چوبی که از درخت کندن یا یه چوبی که از خونهشون آورده، چجوری جلو این وایستاده. ایشون نوشته بود حق گرفتنی است. من در پاسخ نوشتم که ممنون از شما که این ایمیل ها رو برای من میفرستید تا بتونم در موردشون صحبت کنم. به نظر من حق داشتنی است و اونایی که حق مردم رو ازشون میگیرن اونها مجرمن، کریمینالن، باید بریم دنبالشون، اونها رو ببریم دادگاه و توی دادگاه های مردمی دادگاهیشون کنیم، بگیم آقا هیتلر، آقای خمینی، آقای شاه، آقای هرکی، استالین، لنین، شما چرا حق مردم رو گرفتید؟ مثل اینه که یه نفر پول تو جیبشه، دوز میاد پولشو میزنه میبره، اینجوری که میگن حق گرفتنی است، مثل این که ما نداریم باید بریم بگیریم، ما داریم، ما با حق دنیا اومدیم. و ایشون در رابطه با این که من نوشتم حق داشتنی است، گرفتنی نیست، حق داشتنی است و ما داشتیم باش دنیا اومدیم، اینها گرفتنش، باید یقه اونها رو بگیریم. ایشون چند دقیقه صحبت کردن، ضمن تشکر از ایشون این روش رو به شما دوستان هم پیشنهاد میکنم، اگر صحبتی دارید مثل ایشون زنگ بزنید، پیام بذارید، دوست داشتید با عکستون، دوست نداشتید بدون عکستون، با اسم، با ایمیل، با آدرس نشون میدن. بریم 4-5 دقیقه صحبت های آقای سرهنگ عقیلی پور رو در رابطه با اینکه حق گرفتنی است یا به گفته من حق داشتنی است ببینیم و شما هم نظر بدید. در برنامه آینده باز در این مورد صحبت خواهیم کرد. با هم می‌نشینیم به پای صحبت‌های آقای عقیلی پور. بفرمایید آقای عقیلی پور. جناب آقای سربی، با احترام، کلن عقیلی پور هستم. ایمیل شما رو دیدم که نوشته اید حق داشتن است. بله، هر موجودی حق داره که حق داشتن داشته باشه، اما در تاریخ شناخته شده بشری هیچگاه این حق داشتن مصداق پیدا نکرده. از نظر میتولوژی به نظر من حق داشتن یک میت یا افسانه است. اگر به خمسه
دانشمند بی‌نظیر ما، حکیم بزرگ نظامی که یکی از شاهکارهای ادبی کشور ماست مراجعه بکنیم، می‌بینیم که افسانه های خیال پرور بشر تا کجاها بوده و خواهد بود و ادامه خواهد داشت. آن روزها در گذشته های دور هم که نه بمب اتم بود، نه موشک قاره پیما بود، نه هواپیمای بدون سرنشین، حق داشتن معنی نداشت. ببینید 2500 سال قبل فیلسوف بزرگ یونان افلاطون گفت دادگری و احقاق حق چیزی جز نگهداری سود و بهره زورمندان زورگو نیست. پس همیشه ببینید همینطور بوده و خواهد بود. نسل ما شاهد صدها نمونه آن در دنیا بودیم. یادتون هست ملت ایران حق نداشت که از حکومت ملی و مردمی برای احقاق حق خود بهره ببره، یعنی حق داشتن نداشت. لذا زورمندان و زورگویان اومدن و کودتای ننگین 28 مرداد رو به راه انداختن. امروز هم مردم سوریه حق ندارن که خودشون تصمیم بگیرن. تروریست‌های مزدور این ستیزجویانی که قلب رو میشکافن و همانند حیوانای درنده قلب بشر رو میخورن، با پول و اسلحه عربستان و قطر و ترکیه و غیره به امر زورمندان جهانی میان وارد سوریه میشن، مردم میکشن. به قول فریدون مشیری، آسمان سوریه را ابر غم پوشیده است، خاک خون نوشیده است. میبینیم این زورمندانن که حق دارند و بس. در طول تاریخ حق داشتن آن چیزی بوده که ظالمان زورگو مظلومین و ستم دیدگان رو دریدن و استعمار کردن. ببینید اون روز که بهار عربی به سوریه رسید، اگر دنیای زورگو دخالت نکرده بود، مثل همین عکس که نشان میدهید زن و مرد با چنگ و دندان به دست خودشون بشار اسد رو سرنگون می‌کردن. و پرانتز سیاه این پدر و پسر خونخوار اسد رو می‌بستن. همونطور که در مصر در ظرف 18 روز ظالم و حکومت ظالمانش رو سرنگون کردن. اما روی امواج نارضایی مردم سوریه سوار شدن که سوریه رو به این روز نشوندن. چرا؟ برای که هدف و برنامه زورمندان جهانی این بود که سوریه که مردم آزادمنش و سطحی فرهنگ بالایی داشت که جلوتر و پیشتر از سایر کشورهای عربی بود، به کلی از بین ببرنش، به طوری که هر روز جنگ داخلی طولانی تر بشه که همه زیربنای اقتصادی، نظامی، اجتماعی سوریه به طوری نابود بشه که تا یک قرن دیگه نتونه سر بلند کنه و خطری برای همسایه خود نداشته باشه. اما به دست خودشون بدون بررسی عواقب کار طوری شد که اسلامگرایان رادیکال که تأسیس کردن و به جان مردم سوریه انداختن قدرتی شدن که اگه اسد برود آلترناتیوی جز اونا الان نیست، که اون وقت خودش خطری ده ها برابر بیشتر از قدرت نظامی سابق سوریه برای اسرائیل و همسایگانش است. حالا در موندن که چه بکنن؟ کمیسیون ژنو 1، ژنو 2، ژنو 10 به راه میاندازن که به قول صحبا گرب ظاهر نظیر انسانند، همه خدمتگزار شیطانند، صلح گویند و جنگ میطلبند. آقای سوری، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه در سوریه و آن منطقه چه چیزی پیش خواهد آمد. پس ملاحظه فرمایید وقتی میگویید حق داشتن است، افسانه بیش نیست. شاید در ایران امروز این گفته شما مصداق پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه زنها هم حق دارند مثل مردان تیرباران و شکنجه بشن. از قدیم الایام تا امروز چنین آرزویی برآورده نشده و نخواهد شد. شاعر دلسوخته و سوته دل ما
در آن زمان که به زنجیر کشیده شده بود گفت: الا ای مرغ حق، حق حق چه گویی که من هم مثل تو حق گفته بودم. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، شنیدیم با هم صحبت‌های آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور رو در رابطه با حق داشتنی است یا گرفتنی است یا خواستنی است یا ندادنی است. در هر صورت شما هم میتونید صحبت کنید و نظر بدید، و اگر حرف حسابی برای گفتن داشته باشید، حتی اگر مخالف من باشید، بیشتر بهتون خوش آمد میگم تا بشه باز کنیم صحبت کنیم. ولی اگر هنوز در قرن 21 شما یا جزو شعبون بیمخ هستید، مثل شعبون بیمخ ها هستید، یا مثل نوکرای رجوی که بدون دلیل به مردم پرخاش میکنن و حمله میکنن، ما حوصله شما رو نداریم و به قول معروف اون هلو بود و اون لولو رو، اون ممه رو لولو برد. آقای احمدی نژاد به درد شما میخوره که این درد بی درمانتون رو درمان کنه. و ما یه دوستی داریم گهگاهی نامه مینویسن از آلمان. من آقای محمد، نمیدونم اسم و فامیل شما رو بگم نگم، در هر صورت چون آخر این بالا نوشته محمد، پایین که میام نوشتید احمد، نمیدونم، در هر صورت محمد، احمد، حمید، محمود، اینا همیست که همش از یه ریشه میاد، ولی اگر اسم شما محمده اون بالا هم اینجوری نوشتید پایین نمیدونم. خلاصه دوستان برای خودشون ماجراهایی دارن و هر کدوم از ما یه فیلم 2-3 ساعته سینمایی هستیم، یه کتاب مثنوی 70 منی. با سلام و عرض ادب، من صحبت‌های جناب عالی در رابطه با سوریه را جالب دیدم و از اینکه وارد جزئیات شدید برخلاف نظرتان که ممکن است خسته کننده باشد، خیلی روشن کننده بود و به جا بود. من به شما برای اینکه این جرأت ابراز واقعیت را دارید تبریک میگویم و امیدوارم در میان بحث‌های جالب سرمایه‌داری و سوسیالیسم در مورد وقایع روز دنیا مثل اوکراین، تایلند، اسرائیل و قرارداد 1976 و خروج ناتو از افغانستان و و و بحث کنید. من فکر کنم شما این رو برای دکتر محیط فرستادید این دفعه و منظورتون برنامه‌های ایشونه. در رابطه با دکتر محیط 4 تا ویدیو، به غیر از اینکه برنامه دیروزشون رو گذاشتم یا برنامه شنبه رو گذاشتم، 4 تا دیویدی جدید از سری سوم مارکس آیه نیست و پویاست. این رو حتما برید توی صفحه بایگانی تلویزیون مردم ببینید و به دوستان دیگتون هم به اشتراک بذارید، در میون بذارید، سهیم بشید، شیر کنید، هر کدومشو که بلدید و راحت ترید. امروز یه آگهی باز توی این میدیدم، دوستان نوشته بودن که تمام بیمه ها، اکثر بیمه ها بعد نوشته بودن شامل مدیکر پذیرفته می شود. اینا درست همون مثلا most insurance including medicare، درست همونو کلمه به کلمه ترجمه فارسی می کنن. دوستان این کلمه کلمه ترجمه کردن اون وقت میشه مثل این ایمیلی که آقای آرمن ساگینیان نوشته به فرتوت تو پرانتز عکس، به آقا سالار تو پرانتز رئیس، به آقای سیخسیخکی پرانتز مستقیم. اون نامه رضاشاه رو بلدید که گفته بود از امروز فارسی استفاده کنید، درباره راه و ساختمون بوده و وزارت راه که گفته بودن از سیخسیخکی فلان به رئیس شخشقکی فلان. این هر کسی بلده بخونه. در صورت دوست عزیز، چه من چه آقای محیط اگر مورد نظر شما باشه، هر کدوم، من که اصلا با اون صورت مطالعه و دیدگاهی ندارم، ولی ایشون سالهای سال این کارو میکنه و خونده و مطالعه میکنه و درس داده و باز میکنه و بحث میکنه، این در این رشته ها صحبت میکنه. شما نمیتونی بیاید سر یک کلاسی به این نفر بگی آقا اینقدر از شیمی گفتی، حالا یک کم هم از طبیعی بگو. شما هستی که باید بری جای دیگه اون کلاس طبیعی رو پیدا کنی، یا اینکه شما خودت بری به رئیس دانشگاه، رئیس نه، به سالار مرد دانشگاه بگی که آقا
اینجا این بچه‌هایی که شیمی میخونن، فیزیک میخونن، من فکر میکنم اینها براشون جالب باشه که بیان طبیعی هم بخونن و من استاد طبیعی هم میخوام طبیعی درس بدم، یک کلاس هم به من بدید، اونا هم یا بهتون حقوق میدن یا میگن شما بیا اینجا یک کلاس آزمایشی بذار، به تعداد دانشجویایی که میان ما بهت حقوق میدیم. خانم شری الوندیان هم همینجوری داره جوک می‌نویسه، منم براش نوشتم شری جان حالا فهمیدم چرا شما رو در امتحان انتخاب کردن، برای دعوت کردن برای فرانسه. نخواستم بهش بگم که دلغک هستی، بهش گفتم کمدین خوبی هستی، خواستنت اونجا جوک بگی تا این خستگی اون برنامه بی شور و حال و بی برنامه‌شون رو با دلغک ببخشید با کمدین‌های مثل شما پر کنم. در صورت دوست عزیز، اولا شما بنویس که این نامه برای کیه، دوما اسمتون رو که اون بالا محمد، این پایین احمد، اون بالا اسمتون با فامیلتون یکیه، این پایین فرق میکنه، اینها رو یک کمی به خودمون خونه. داریوش درست میگه، میگه شما نمیخواد برین تو خیابون از آلمان و از اروپا آخوندها رو درست کنید، خودتون رو تو خونتون درست کنید. دیدید اون دوستان، به هر کدومشون میگم آقا شما صبح که از خواب بلند میشی به پسرت، به دخترت، به خانمت میگی درود، دیگه زنگ نمیزنن، قهر میکنن، میرن. من جوابشو میدونم، نه نه، به اونا میگن سلام، بابا جون سلام، حالت خوبه؟ یا اگه بچه هم میگه های، اونا هم میگن های. ولی به من و شما که میرسن یک شخصیت دروغین از خودشون درست میکنن، درود بر شما، درود بر شما، و برن تو خونه توی فیسبوک یه نفر یه چیزی مخالف بنویسه، فوش خوار مادر رو بهش می‌نویسن، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. بگیر که اومد، شیشه پپسی میخوای یا کوکاکولا؟ من مطمئنم که آمریکا میخواهد یک کشور جدید به نام کردستان تشکیل دهد که شامل کردستان عراق، سوریه و ایران و ترکیه باشد و این کشور جدید مشکلات و ناآرامی های جدیدی برای همسایگانش ایجاد می کنه. پس وظیفه هر ایرانی وطن دوست از جمله جناب عالی است که کسانی که دنبال تجزیه ایران عزیز هستند را محکوم و از آنها ابراز تنفر کنیم. به امید همکاری های بیشتر، متشکرم از آلمان. دوست عزیز، حالا سپوز که این نامه شما برای آقای محیط، آقای محیط هم آمد تو برنامه‌هاش معرفی کرد که این چیزی رو که شما با اطمینان صحبت می‌کنین، این طرحیه که هم آقای کیه، انگلیسیش هم از من بدتره، وزیر امور خارجه بوده یهودیه، و هم آقای برژینسکی، اون اصلا ماجرای خاورمیانه بزرگ، ماجرای کمربند سبز، اینا رو چندین سال گفتن، شما چیز جدیدی رو کشف نکردی. ولی این که شما میگید من مطمئن هستم، به نظر میرسه در کار سیاست خیلی وارد نیستید، اصلا در کار زندگی هیچ چیزی اطمینان نداره. میتونید بگید مثلا به احتمال زیاد، ولی مطمئن هیچ چیزی نیست، نیست، اصلا 100% وجود نداره. خود شما که امروز هستی، اگه فردا با من قرار بذاری میای صحبت میکنی، ممکنه فردا مریض بشی، ممکنه فردا تصادف کنی، ممکنه فردا اینترنتت قطع بشه، ممکنه فردا یه کسی بهت زنگ بزنه بگه آقا با سوربی صحبت نکنی، یا این سوربی مأمور جمهوری اسلامیه، این اصلا میاد گزارش میده میگه امشب ایرانیا در فلان جا داشتن میرقصیدن. والا آخونده از خداشه، اصلا پول بده من و شما برقصیم بخندیم. این شعرهای آقای حالو و دیگران رو هی برای من میفرستن، میگم دوستان اینا رو که میفرستید، پس من مطمئنم دیگه آخر این ماه ایران آزاد، آخوندها فراری و همشون هم بیچارا مثل شاه در به در میشن، هیچ کدوم از کشورهایی که تا امروز تیغشون زده 8 برابر 10 برابر چی بهشون فروخته، 1/8 یک دهم نفتا رو ازشون خریده راش نمیدن. این معنی در به در شدن همینه دیگه. پس امیدوار باشیم. خانم شری الوندیان هم میگه امیدوار باشی. چش خانم الوندیان، خانم الوندیان شما اون شغلی که داری میدونم کار سختی هم هست، خیلی هم زحمت میکشی براش، ولی موفق هستی، چرا کاری به اون سختی میکنی؟ شما یک کلاس بذار از این کلاس های گودی گودیا، یوگا موگا، آرامش، هوب، اندیشه، آرزو،
چرا زحمت میکشی اونجوری با این ذوقی هم که داری ماشاءالله بهتر میتونی کلا سر مردم بذاری و ازشون پول در بیاری. و اما آموزش آویزان شدن، حتما میگی این دیگه چیه؟ سوربی امروز بعد از اینکه همه این اپوزیسیون ها به این و اون آویزون هستن میخواد درباره کی صحبت کنه؟ میدونید بعد از اون ماجرای آتش سوزی که شده بود، یکی دو جای ایران ماشین آتیش گرفته، ساختمون آتیش گرفته، اینا نتونستن به موقع خاموش کنن، بعدن حالا مسئولین رو آوردن و اینها. اولا که بعضی از این مسئولین تازه خود چیزا رو محکوم میکنن، خود اون بنده خدایی که مصدوم شدن و به اصطلاح زخمی شدن، مردن، فوت شدن، اونها رو چی میکنن. یکیشون گفته که آقا در اون آتش سوزی که اون دوتا کارگر خانم فوت شدن و کشته شدن، اگه اینها 15 ثانیه دیگه بیشتر طاقت می آوردن و آویزون می موندن به اون در و پنجره، ما می رسیدیم و نجاتشون می دادیم. حالا این دوست ما از حالا داره به بچهش آموزش میده که چگونه آویزون بشه. میبینید اینجا این قطری، این کتری های لعابی، یادش بخیر، این کتری های لعاب و اینم بوفشونه به اصطلاح، اینها رو گذاشته بچه هرم آویزون کرده، اینجا نوشته آموزش آویزان شدن. این رو هم شهرام عزیز برام فرستاده، مرسی شهرام، ایمیل های قشنگی میفرسته. نوشته که مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران 4 روز بعد از آتش سوزی خیابان جمهوری خیلی شیک و رو به دوربین آمد و گفت قربانی حادثه اگر 15 ثانیه دیگر طاقت می آورد و لب پنجره آویزون می ماند، این حادثه رخ نمی داد. غلط گفته، این حادثه رخ داده، اون جونش رو از دست نمی داد. این نشون میده که اینها حتی بلد نیستن بنویسن و بگن و حرف بزنن. آموزش آویزان شدن از لب پنجره برای مبارزه با ناتوانی در استقرار مستحکم خود حین آتش سوزی برای جلوگیری از به پایین پرتاب شدن و جان خود را از دست دادن. دوستان اونا اونجا اونجوری مردم را صحبت میکنن، حرف میزنن، اینجا دوستان ما اپوزیسیون اینجوری از این ور اون ور پول میگیرن و دلشون خوشه، ایمیل میفرستن، ویدیو میفرستن و اینا، و من و شما هم نشستیم انگشت به دهن حیرت زده ببینیم کی درست میگه. این تلویزیون مردم کوفتی هم هی میاد سوالای تو مغز ما رو بیشتر میکنه، هی میگه این خانم شری الوندیان که اینقدر پرشور و هیجان حرف میزد، ازش سوال کنید خانم الوندیان شما چه سابقه سیاسی داری؟ چگونه تصمیم میگیری کی درست میگه کی غلط میگه؟ چجوری میری پشت سر ای میری پشت سر او، میری پشت سرشون تا موقعی که ادکلون عطر خوبی زدن، همچی که شام و نهار خوردن، بعدش باد و گاز دادن بیرون، بوش بد میشه ولشون میکنیم. ما میخوایم بفهمیم معیار شما چگونه است، میخوایم از شما یاد بگیریم دلغکی و ببخشید کمدیانی رو از شما یاد گرفتیم، حالا بیاین به ما یاد بدید چگونه شما دنبال سخنگوی شورای ملی افتادید، چگونه رفتید پاریس، این پولا رو از کجا آوردید، چگونه اونجا پولا خرج شد، پولایی رو که از مردم گرفتن چه کار کردن. بله ببینیم که آقای آرمن چی میگه. آرمن میگه که Thanks for your concern as you said. بله در رابطه با کنسرت احسان خواجه امیری تمام بلیتای VIP رو گرونتر فروخته شده، هر چه زودتر بلیتاتون رو بخرید تهیه کنید، اونجا سالن شماره گذاریه، اگر گفتن 1000 نفر 1500 نفر صندلی ردیف A, B, C, D شماره 31 رو اون صندلی نمیتونن 4 نفر بشونن. شما الان هر چی میخوای با دوستان بگو، آقا آرمن جان ما که بابا دوستت هستیم دیگه، شما منو نمیشناسی، من خودم یه روز اینجا برنامه میذاشتم، شما رو میشناسه، میتونه مهمونت کنه دفعه دیگه، ولی این دفعه این صندلی شماره ردیف 2 صندلی 3 رو فروخته و اگر 2 نفر بیان اونجا یکی زنگ بزنه بگه اینجا بیشتر از جمعیت آدم هست، اونجا رو تعطیل میکنن.
به غیر از اینکه اون آشرایی که اونجا هستن را نمیدن. ولی یه چیزی رو که باید بگم، این سالن کرامپتون آدیتوریوم توی هاوارد یونیورسیتی ریمادل شده، نو، جدید، خوب، و حتما حتما بیاین اونجا همدیگر رو ببینیم. روز هشتم شنبه، هشتم چیز، خیلی ممنون. خانم شری الوندیان به من میگه I hope you feel better soon. ممنونم از شما، امیدوارم very soon شما هم get a life, make up your mind و هر وقت که دیدی قدرتشو داری، شهامتشو داری، میتونی صحبت کنی، حقیقت به مردم بگی، مهمون برنامه من باش، چه خودتون چه رهبرای عقب افتادتون در خدمتتون خواهم بود. ولی مرسی که نشستی و برنامه من رو گوش میدی، ولی جرأت نکردی مهمان برنامه باشی چون میدونستی که این صندلی داغه. ولی شما راضی باشین همین ویدیوها رو بسازید و بشینید، امیدوار باشید که شهروندان نباید در خانه بنشینن، میان، حتما میان شما رو ببینن. دوستان عزیز بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. اگر شما هم خدماتی رو انجام میدید، سرویسی رو دارید که به ایرانیان کار میکنید، حتی اگر با ایرانیان کار نمیکنید، ما بیننده هایی داریم که ایرانی آمریکایی هستن، زبانهای دیگه میدونن، و در قسمت دوم برنامه بیان از سرویس ما استفاده کنید، خیلی آسون، ارزان و لانگ ترم قراردادم نداریم. اینجا یه ما به یه ما پول میدی، وای میسی، خوب بود، نگه میداری، نه، میری دنبال کار و زندگی. شما رو به خیر، ما رو به سلامت، وقتی میان میگیم خوش آمدید، وقتی رفتید میگیم که به امید دیدار. پس بریم این آگهی ها رو ببینیم، برگردیم و باز هم با هم برنامه رو هی میگیریم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن که میشه 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، کارشناس ارشد آقای حسن اجلالی که طرفدار جمهوری اسلامی است و طرفدار حکومت آقای روحانیه، میگه این حکومت ها منتخب مردمن، منم بهشون احترام میذارم و حتی اگه با خود شخص مخالف بودم، رأی مخالف دادم، که من نمیدونم رأی ایشون چی بوده، موافق روحانی بوده، موافق احمدی نژاد بوده یا نه، ولی میگه همچین که قسم خورد و گفت، مثل اینجا دیگه، گفت رئیس جمهوره، ایشون ازش به اصطلاح تبعیت میکنه و حرف ایشون رو گوش میده. دیدن برنامه ایشون رو هم به شما پیشنهاد میکنم و گفتم هر کدومتون که جرأت دارید با هر سوادی، با هر سطح معلوماتی میتونید بیاین اینجا. اگه باور دارید شما خیلی با سوادید، من بی سوادم، خب اون بهتر برای شما. مردم میگن به چقدر خوب شد که این آمد، از دست این سربی بی سواد راحت شدیم. درست میگم؟ پس چرا میترسی خانم شری الوندیان؟ برای که نمیدونی. شما که میای اینجا یکی مثل آقای کیومر زنگ میزنه میگه آقا این آقایی که کتاب نوشته چند سال پیش هم وقت آقای میبودی رو میگرفت، حالا یا پول میداده به تلویزیون هرچی، یا برای این کتاب و این ماجرا، و ایشون پاسدار، مأمور محافظ تبری بوده، اون مأمور کمونیست، این داده بیداد، و ایشون اقدر باهوش بوده که وقتی میخواسته بره تازه مأمور KGB بشه، مجبور شده شنا کنه بره. نشون میده که چقدر عقلش درست بوده و خوب بوده و الی آخر. بریم دوستان یه کمی هم آب سردی بنوشیم به سلامتی شما، بعد از آگهی ها با هم دیگه گل بگیم و گل بشنویم. مرسی از شما، مرسی از آقای عقیلی پور، با هم باشیم، چند دقیقه دیگه برنامه ها رو پی میگیریم، جای نرینو. خب دوستان عزیز، آمدیم به استدیو شماره 2 و قسمت دوم برنامه با شما دوستان، و بریم سراغ عکس هایی که گذاشتیم اینجا. ضمناً از داریوش عزیز ممنونم که ما برنامه ای رو که در رابطه با نژاد و نژاد پرستی و اینها بود و صحبت های آقای آرمن ساگینیان رو که ایشون میگه با وجودی که ارمنی هست، کلیمی هست، حتی باور داره اصفهانی ها مثلا 85% ارمنی ها 65% ریشه ژن، حالا من نمیدونم کلیمی یا یهودی، چون کلیمی مذهب یهودی ملیته، این رو هم حالا کدومش نژاده دیگه من نمیدونم، این رو یکی توضیح بده. داریوش نوشته که آقای سوربی سلام و درود به شما و متشکر از زحمات شما برای آگاهی ایرانیان و متحد شدن اونها. راجع به نژاد فرمودید، من همیشه فکر میکردم ما فقط یک نژاد داریم و اون نژاد بشر است.
حالا آمدن این بشر را به نژاد زرد، سفید، سرخ، سیاه تقسیم کردند و مشخصاتی برای آنها گذاشتند. به نظر بنده یهودی یک نژاد نیست، بلکه دین است. ما نمی توانیم بگوییم نژاد مسیحی یا نژاد اسلام. البته این را هم باید گفت که همیشه از این اصطلاحات غلط استفاده شده. مرسی از شما و بریم سراغ دوستان دیگه. و خانم شری الوندیان هنوز داره بالا و پایین میپره. شری جان این تازه این گرما و حرارت از دور انقدر سوزوندته، اگه نزدیک بودی چی میشد؟ شما کالیفرنیا هستی، من توی واشنگتن. من دارم نظر خودم رو راجع به عقب افتاده‌های مثل شما و این جنبش‌های حخا و فولادوند و اینا رو میگم. شما بیا نظرتو بگو، از چی میترسی؟ از اونی میترسی که دیگه سابقه و آبروی برای شما نمونده. یک مشت آدمای مفتخور بی آبرو این ورور دارین برای خودتون میچری. و اما بریم سراغ دو تا وبسایتی که به نظر من جالب اومد. این وبسایت ها، اجازه بدین من این صفحه رو تنظیم کنم به اندازه عکس این وبسایت اینها. و بله، در رابطه با وبسایت، اولا ضمن این که به این دوستان تبریک میگم، آمدن یه چیزی درست کردن، نوشتن که Remarkable people with Iranian roots. roots همون ریشه و اصل و اصالت و اینها میشه. و اینجا مثلا یه درخت رو ریشه داره، اصل روتش هست دیگه اونجوری. اسمش هم هست iranianroots.com. خیلی ساده است، iranianroots.com. اتفاقا این بار که من رفتم راجع به عبدالحسین سرداری نوشتن. عبدالحسین سرداری میدونید که یه فامیلی هم با اون آقای هویدا و اینها داشته و توی فرانسه بوده زمان هیتلر و جنگ جهانی دوم و اینها. و اینها نوشتن که اون موقع با پاسپورت‌های قلابی که درست کرده و فرست داده به کلیمیا که از آلمان، از سوئیس بوده مثل ایشون، درست نمیدونم، بره بیرون، هزاران نفر رو نجات داده. که البته میگن همون موقع هم دولت ایران به اصطلاح یک کمی یقش رو گرفته که شما حق نداشتی این کارو بکنی و این کار غیرقانونی بوده، ولی مثل که رو خودشون نیاوردن، چون میدونید که دولت ایران متاسفانه اون موقع دوربر آلمانیا میچرخید و خودش رو سعی میکرد که به هیتلر و آلمان بچسبونه. و یه وبسایت دیگه هست به نام The Other Iran. این Other یعنی دیگر، اینم ایران دیگه. میدونید ما یه چیزایی رو، حالا جالبه، هم توی این صفحه هم توی اون صفحه هر دوش راجع به عبدالحسین سرداری هست. من اینو میخواستم در رابطه با ایمیل و وبسایت و اینها بگم. اینها البته من با خبر شدم که 10,000 تا کلیک میخوره و اینها، و خب ویزیتورهای خوبی یعنی زیادی دارن. و متاسفانه چیزی که ما درست هنوز یاد نگرفتیم اینه، شما شب تو تبلیغا مخصوصا 2-3 شب اگه بیخوابید یا از سر کار آمدید خوابتون نمیبره نگاه میکنید، چون میدونن در اون ساعت آدمایی که میرن سر کار خوابیدن که صبح برن سر کار، میان دنبال آدمای بیکار میگردن. حالا نمیدونیم مثلا سوربی تا 2 داشته فیلم برداری میکرده، الان خوابش نمیاد، باید وایسه یک میوه چیزی بخوره که خوابش بگیره. تو این وسط خب هستیم بیکارهای دیگه. آدمای بیکار رو فکر میکنه چرا اینا بیکارن؟ خب یه سری مسائل اقتصادی اخراجش کردن اینها. یه سری از آدمای بیکار خودخواه هستن و تنبل، اینا هر شغلی که دارن ناراضی هستن. اگر فیلم برداره میخواد بشه مثلا مجری، اگه مجریه میخواد بشه تهیه کننده، اگه تهیه کننده میخواد بشه صاحب تلویزیون، و هیچ کدومشون هم نمیدونن که بابا اون یکی بدتره، بیشتر زحمت میکشه. فقط اون چیزو دیده دیگه، میگن چیزو دیدیم کدو رو ندیدیم اینجوری. این وبسایت و اینها رو تبلیغ میکنه شبا، میگه میخواین رئیس خودتون باشین، نشون میده یک آقای چاقتر از من، زشتر از من، کنار یک استخر داره لبخند میزنه و یک دختر خانم جوونی هم براش داره مشروب میاره و غیر و قمزه و اینها. میگه ببینید این آقا ماه پیش آمد این کار شروع کرد،
الان ویلا داره توی جای خوب، تابستونا میره مین، زمستونا میره فلوریدا، بعدم تازه این زنا رو با خودش نمیبره، زنا رو چرا ببره پول بلیط هواپیما بده، اونجا همه تو صف وایسادن برای این. این ماجرای وبسایت و فیسبوک و اینها من روزانه اینجا دارم، میاد طرف میگه آقا مای چند، میگیم اینجوریه، میگه خب من خودم میرم میزنم، میگم خب برو بزن، اگه زده بودی که چه نمیمدی سراغ من، بعد میمونه توش. میگم خب شما امروز که میزنی کی از شما، کی میدونه شما کی هستی کجا هستی پیدات کنه؟ میگه تو گوگل. میگم تو گوگل میزنه چی؟ میزنه صفحات جدید، آدمای جدید، اسم شما رو اون از کجا باید بدونه بزنه تو گوگل؟ جواب نداره و هنوز این آگهی و اینا یاد نگرفتیم ما. خب ببینید شما رئیس قشون که خانم شری الوندیان باشه میگه مردم شما رسانه هستید، این یه شعاری بود که راه افتاد، مردم شما رسانه هستید، به خاطر این چیزهای اجتماعی که راه افتاد، این سوشال به اصطلاح میدیا، گفتن که اینجوری. و دیدیم مثلا در مصر، بله یه آقای که اونم آمریکایی بود، سیستم آمریکا رو روی فیسبوک و اینا برد اونجا و چه کار کرد، انقلابی کرد که الان ببینید مصر ریخته به هم، حالا چیکارش می‌کنه؟ برای که اون بدبختم برنامه‌ای نداشت، اون خدا زدم امید داشت مثل خانم الوندیان، آرزو داشت، حالا اون بلدم بود چه کار کنه، اینا بلد نیستن، اینا تو همون قدم اولیش موندن. بعد رفت، اوکی آقا تو رفتی انقلاب کردی، مردم آوردی تو میدون آزادی، میدون حریت فلان بیسار، حالا چی؟ بلافاصله کودتا شد، حالا تازه همه دارن می‌نویسن که آقا این کودتا بوده، هر چیزی یه معیاری داره توی اون چارچوب که میذاریش، این کودتا بوده و الی آخر و موندن توش. متاسفانه ما اینجوری هستیم. در رابطه با این میدیا و اینها، ما از روزی که تلویزیون مردم رو باز کردیم گفتیم یه جایی باشه که من نگم آقا تو طرفدار پادشاه هستی نمیتونی بیای، برو تلویزیون فلانی، هر کسی اینجا میتونه بیاد. ثابتم کردیم، از آقای هوشنگ رادخو که طرفدار و انجمن پادشاهی بود تا هر کسی رو که بگید، با دین بی دین، با خدا بی خدا، هر کسی گفته بیاد اینجا صحبت کنه گفتیم بیا، هر کسی هم آمده گفتیمش خوش آمدید، وقتی هم رفت گفتیم به امید دیدا. اینا رو اینا یاد نگرفتن استفاده کنن. آقا خانم بله شما امروز درست کردی، برو دو ماه سه ماه با یه کسی اون تو رو پروموت کنه، تو رو به دیگران معرفی کنه. مثل تو مهمونی ها دیدی، شما وقتی از اینجا خانم الوندیان میری کانادا، فامیل شما که تو کاناداست شما رو به مهمونای دیگه معرفی میکنه، میگه شری الوندیان قابل، یه مشکی هم دروغ میگه، ایشون این کارا رو کرده، این کارا رو کرده، ما سعی میکنیم اینجا دروغ نگیم، مسئولیت هم قبول نمیکنیم، ما فقط میگیم بابا اینجا theotheriran.com، اون یکی هم چی بود، Iranian Roots، برید نگاه کنید، نظراتتون رو با صاحبانشون در میون بذارید، از چیز تماس دارن، ایمیل دارن، باشون در تماس باشید و الی آخر. اگرم خواستید از خدمات سرویس، از خدمات تلویزیون، خدمات میگیم، سرویس هم میگیم، سرویس هم خدمات، از خدمات تلویزیون مردم استفاده کنید تا خودتون رو پروموت کنید و مردم بدونن که شما کی هستید، کجا هستید. برای اونایی که ما رو از جای دیگه میبینن این رو نشون میدن و ازشون خواهش میکنم که بیشتر سعی کنن بیان ما رو از تلویزیون مردم ببینن، که وبسایتمون شکلش اینجوری هست، مردمتیوی.com رو وقتی میزنید این صفحه اوله. اگر هم مایل بودید همیاری کنید یا انگلیسیتون خوب بود میخواین دونیشن بفرستید، که با عقیده من، برنامه من فقط، که من مخالف جنگ هستم، من فکر میکنم جنگ و کشت و کشتار ما رو به جایی نمیرسونه و فقط آموزش و پرورش، اون هم قدم به قدم. این که من فکر کنید یه آمپول بزنم شما یه دفعه دکترا بگیری بشی آقای دکتر یزدی جنبش را بندازی، اون میشه همون که دیدید دیگه چی شد، اصلا غیب شده ایشه. اینو من باور دارم و شما حمایتی که میکنید، اگر اسمی ننوشته باشید که این برای برنامه آقای دکتر محیطه، این برای برنامه آقای هرویه، این برای برنامه آقای عزیزانه، این برای آقای شبستریه، اون رو من به حساب خودم میذارم و هر جوری دلم خواست خرجش میکنم. و اما ما اینجا 70 تا رادیو تلویزیون دیگرم آوردیم، اسماشون رو نوشتیم تا به شما نشون بدیم و اینقدر به خودمون اطمینان داریم که شما برو همه اینا رو نگاه کن، ما مطمئنیم فردا زودتر برمیگردی میای اینجا، چون میگی آقا اینا چی میگن، یه مش مزخرف. اینم از این.
آرشیوی داریم، بایگانی داریم که در تمام تلویزیون‌های ایرانی شماره یکه. شما اگر تلویزیونی بود که آرشیوش از این منظم تر بود به من خبر بدید، من تبلیغ اونها رو مجانی در این صفحه انجام میدم. اگر یه وقتی خدایی نکرده اون آقای آرمن ساگینیان درست نگفته بود و ما ایرانی ها از لحاظ اقتصادی مثل کلیمیا و یهودیان نشدیم و هنوز مایل هستیم کمک کنیم، از طریق پیپال شما میتونید با آدرس ایمیل من در قسمت send money بفرستید. اینجا اون پایین نوشته که اگه برای دوستتون یا فرندتون میفرستید میتونه بدون هزینه باشه، که دیگه اینجوری اگه شما 100 دلار دادی 5 دلارش هم اون ور نداره. و همینجا یاد بگیریم این جوانی که اومد این پیپال رو درست کرد، ببینید ضمن اینکه خودش داره پول میسازه، پول خوبی میسازه، ولی گفته آقا ببخشید زده پدر بانکا رو در آورده، گفته این بانکا، این وسترن یونیون، این اینایی که یه پولی از اینجا میخواد بفرسته اونجا 50 دلار باید 15 دلار خرج کنی، شما اگر چیزی نمیخوای بخری یا اگر برای خدمات این پول رو ندادی، منم از شما این چیزو نمیخوام، منم جزء فامیل شما هستم، منم جزء دوست شما هستم. حالا این آقا میره تو جهنم چون کافره، من و شما میریم تو بهشت چون مسلمونیم یا چون مسیحی هستیم. اجازه بدید من با شما نیام بهشت، برم با این آقا توی جهنم. و اما این هم هواپیمای ایران اسرائیل بود که در داووس گویا کنار هم نشسته بودن، روحانی و نتانیاهو. و چه شد شما میدونید. این هم نامه آقای آرمن ساگینیان. اگر خواستید، گفتم بارها برنامه ها رو تا دو روز دیگه من این ایمیل ها رو نگه میدارم، ولی اینجوری نباشه که یک برنامه رو نگاه کنید بگید آقا راستی من داشتم برنامه سال شما رو 2004 نگاه میکردم، شما یه جایی اسم یه نفر آوردید، اسمش هم یادم نیست، ولی گفتید یه کتابی نوشته، اسم کتابم یادم نیست، شما میتونید اون کتاب برای من بفرستید؟ نه عزیزم، خودتون به خودتون جواب بدید نه. وحدت ایرانیان با هر مرام و وحدت ادیان، این رو دیدار یاران، حتما اگر روی فیسبوک هستید برید دیدار یاران فرند ریکوست کنید، این لایک نیست و ما هم جواب میدیم. ضمناً من تا یه چند وقت دیگه اینجا ادمین هستم، به مجرد اینکه دوستان بیان، آقای میبودی بیاد، دیگران بیاد، ما این رو سکان این کشتی رو میدیم دست اونها و خودمون برمیگردیم به اون مردم تیوی. و من 12 صفحه فیسبوک دارم، به اونجا وقت خودم رو اونجا میذارم. کانون آوا جمعه با شما خواهد بود. دوستانی هستن که از مجاهدین جدا شدن، ضمناً آقای فرهاد پارسی هم با شما خواهند بود ساعت 3 بعد از ظهر. کانون آوا 12 ظهر به وقت جمعه، به وقت به وقت نیویورک. و جمعه برنامه به اصطلاح جنجالی خواهیم داشت. ضمن این که چهارشنبه هم خود من ساعت 2 تا 4، 2 تا 3:30 با اتونم، از 4 آقای بابک هروی با شما خواهند بود. اینها هم دیگه عکسایی که قبلا هم بهتون نشون دادم. و اجازه بدید هنوز هم کسی داخل این عکس آقای رضا شاه رو با بیل و کلنگ ندیده، برای دوستانی که همه کردیت ها رو میخوان به اونها بدن. ای کاش ما به روزی برسیم بگیم که دست اینها درد نکنه که گرسنه و تشنه این جاده و این کوه و این سنگ ها رو کندند و تراشیدند تا من و شما امروز از تهران بریم چالوس و اونجا دریا رو کثیف کنیم و زورت ها و اینها رو هم بریزیم و این بر اون بر. این هم از این ماجرا. اوکی دوستان عزیز، اجازه بدید بریم به صفحه نامه هایی که دوستان فرستادن، گذاشتیم اینجا، ما هم براتون بخونیم. آموزش آویزان شدن یادتون باشه، هر روز تمرین کنید. اگر میخوان برید ایران، یه جایی هستید که ممکنه آتیش بگیره و اون نژاد رو، نژاد پرستی رو اگه خواستید میتونید صحبت کنید دربارش. نظر شما چیه؟ آیا شما نژاد پرست هستید؟ فکر میکنید ما بهتر از دیگران هستیم؟ اگه اینجوره ترتیبش رو بنویسید، چون مثلا هیتلر میگفت آریایا این که بعد ایرانیا گفتن اوهو کجای کاری آقا هیتلر، بیا اینجا ما از تو هم بهتریم، که ماجراش خودتون میدونید. و اما آخرین پیام شاهنشاه در بستر مرگ، این درست نمیتونه باشه عزیز من.
شما نوشتی این وصیت نامه در پیک دریا مجله نیردریایی سال 1352 و هم در جلد سوم یادداشت‌های علم صفحه 289 زیر تاریخ پنجشنبه 1 آذر 1352 درج شده است. این با اون تیتر بالاش که نوشتی در بستر بیماری نمیخونه. 5 سال قبلش هم شاه اون روز مریض بوده، تب داشته. شاه که ماشاءالله حضرت علی تبش رو شفا میداد، حضرت عباس مربی از سواریش بود، امام زمان تو کوچه پس کوچه ها محافظ شخصیش بوده. نکنید این کارو، درست بنویسید، دقت کنید. ولی چه نوشتنی، نوشتن و دستور داده و ارتش که ما میدونیم به هیچ که خیانت نمیکنه و کارش انجام میده. اگر من فوت شدم، اگر زمین که ایشون با خدا رابطه داشت ولی هیچ وقت روش نشده بود از خدا بپرسه عمو جون من تا کی زنده هستم، همینجوری تو اگر و توی توهمات و اون ماوراء فیزیک و اینها بوده، نوشته که اگه من فوت شدم و اینها و ولیعت هنوز به سن قانونی نرسید، مادر ایشون فعلا مسئوله، نایب السلطنه است. برید مصاحبه آقای شاه رو با خانم باربارا والتر ببینید که باربارا والتر از شاه سوئیس رفته ما سوال میکنه که شما زنها رو در ایران چگونه میبینید، و ایشون میگه که مردا بهتر و مؤثرتر میتونن کار کنن. میگه که مای هاینستی نمیدونم فلان، شما خانمت رو کردی نایب السلطنه، این چه حرفی میزنی؟ فرح خانم هم اونجا نشسته به فرح نگاه میکنه باربارا والتر، میگه شما چی میگی؟ فرح عشق در چشماش جمع میشه، برای که جلو دوربین عشق نریزه سرش رو میکنه به آسمان، فکر کنم همون موقع به خدا میگه خدایا یا من مرگ بده یا این آقا رو یک کمی عقل بده. خب مرد حسابی، تو منو کردی نایب السلطنه، بعد به 30 میلیون آدم میگید که من یه آدم ضعیفه رو کردم نایب السلطنه. اون شاه مملکت ما بود، اینا هم شیخش، خانم شری الوندیان هم فعال سیاسی مون. اگه روی خط هستید بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام سلام بر شما. چی بگم والا، اون روز که نفرینمون کردی مریض شدم. باور کنید همه حرفایی که میزنین درسته، والا چی بگم، ما حرف درست میزنیم، شماها انقدر میخندید. خب بگید ببینیم نظر شما راجع به نجات چیه. اونی که همه میگن درسته که نجات، بابا محققین گفتن که ما یه نجات بیشتر نداریم اصلا. خانم مگه شما ایرانی نیستی؟ محقق رو بنداز تو سطل آشغال، نظر خودت مهمه. یکی بابا، ما همه یک دسته. ممنونم، منم فکر میکنم ما همه انسان هستیم به امید روزی که مثل شرایط جوی چیزش خوب بوده. بله. از آفریقا هممون اومدیم. من بله. اینجوریه، اینجوری من فهمیدم. همین درسته، گفتم که آقای سربی ببینید همه حرفاتون درسته و در یک قالب بسیار قشنگی و تنظیمی. مرسی، ممنونم از شما. برابر هر چیز داره با آدم، به قول معروف کاربردی هستش و به دل آدم میشینه. خیلی متشکرم، ببخشید. خدا نگهدار شما، ممنونم که زنگ میزنید. و همیشه گفتن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، ولی امیدوارم که خانم شری الوندیان به زودی این کلاس‌های کلاس‌های کمدین و اینها رو باز کنه تا ما هم یک کمی از ایشون یاد بگیریم. شاید به جای اینکه بشینیم اینجا زیر نور و گرما، ما هم بشینیم مثل ایشون بتونیم لفت و لیسی داشته باشیم، از این نمدهای اینور و اونور دنیا کلاهی بسازیم، پاریسی بریم، دوستانمونو ببریم، اینور اونوری بریم و الی آخر. خانم شری الوندیان بی صبرانه منتظرم تا شما کلاس‌های خود را به زودی باز کنید. و اما سوریه، این دوستمون خوندم نامش رو که من حقیقتش نفهمیدم برای من نوشته یا برای آقای محیط، و اینم یک جای تأسف بزرگیه که ماها دقت نمی کنیم، احترام نمیذاریم به اون کسی که برنامه داره، به اون تلویزیون. بعضی ها زنگ میزنه میگه آقا من به کجا زنگ زدم، میگم به تیمارستان. میگه نه آقا، میگم به کجا زنگ زدی،
میگه به تلویزیون. میگم خواهی به تلویزیون زنگ زدی؟ چرا میپرسی به کجا زنگ زدم؟ میگه نه نمیدونم چه تلویزیونیه. گفتم این تلویزیون من و توه، چون الان من و تو رو خط هستیم. میگه نه آقا. میگم خب پس شما میدونی به تیمارستان زنگ نزدی، به تلویزیون من و تو زنگ نزدی، 5-6 تا تلویزیون دیگرم بگم تو میدونی اونا نیستن، میفهمی به من زنگ زدی؟ یا خودتو مسخره کردی یا میخوای منو مسخره کنی؟ اگه خودتو مسخره کردی کار درستی کردی، اگه میخوای منو مسخره کنی، منم که الان تو رو گذاشتم سر کار و اینجا جوابت نمیده. چون یه روز به یکی گفتم آقا مثلا تلویزیون فلانیه، گفت نه آقا اونا که جواب نمیدن. گفتم خب پس تلویزیون اونا نیست، یه تلویزیون دیگه است. کارمون خیلی خرابه و به همین دلیل هست که من تونستم 15 سال برنامه داشته باشم. یه ماشینی که داغونه شما میتونی مکانیک سر خیابون هر روز از شما پول بسازه، یه مملکت و ملتی که خرابه کارش شری الوندیان رو داره، آقای رضا پهلوی رو داره، اینجوری آقای سازگارا رو داره، آقای اکبر گنجی رو داره، ما میتونیم مسخره کنیم و بیان جوک بگیم، ولی جوکا تموم میشد میرفت. طرف میاد یک ساعت میخواد جوک بگه، یک ساعت میره تا 3 ماه دیگه. چجوری ما هر روز داریم میایم همین جو کار میگیم، شما هم دارید میخندید. این خانم اون روز همچین خندیده بود که من نگران بودم که خدای نکرده این ویکند اتفاقی براش نیفته. دعا کردم خدایا ایشونو مریض نکن، من مریض بشم. دیروز سرما خورده بودم. در هر صورت چهره اراذل اوباش پایتخت در مرحله هفتم. دوستان این ماجرای اراذل اوباش در ایران، خب بعضی وقتا چون افرادی برای که خودشون استفاده کنن کلمات رو بدجور استفاده میکنن، اون وقت اینها توی جامعه اصلا معنیشون رو از دست میده. ولی اینجا در این رابطه گویا یه پروگرامی هست، شهربانی یا پاسدارا، من که نمیدونم مملکت دست کیه، قربونش برم اونجا هر کسی اسلحه دست شو اینها میشه قانونمند. اینها نوشته چهره اراذل اوباش پایتخت در مرحله هفتم طرح مبارزه با اراذل اوباش و اخلالگران نظم و امنیت جامعه روز یک شنبه دیروز، 88 نفر از اراذل اوباش رو توسط نیروی پرتلاش انتظامی در تهران دستگیر کردن. شما همینو داشته باش، این عکس اولی رو که من دیدم، دیدم دو تا هندکاف یا بریک، نمیدونم چرا تو ایران به اینا میگفتن بریک، به دست اینها زدن، ولی دوتاش بازه. حالا شاید برای عکس گرفتن باز گذاشتن، چون معمولا یا اینا را دستشون یه پاسبان یه مامور انتظامی میگیره. ببینید این دستش یه دونه هندکاف بریک هست، این دستش هم یه بریک ولی دوتاش بازه. بعد یا اینکه اینها رو به هم دستبند میزنن، مثلا 4 تا 5 تا از اینها رو به هم دستبند میزنن که فرار براشون مشکل بشه. و جالب اینه که همه اینها هم کفش صندل بهشون میدن، دمپایی صندل و اینها میدن لابد که نتونن فرار کنن. شما دوستان، ما اصلا کاری به جمهوری اسلامی اینها نداریم، با این افرادی که اینجوری هم اصلا، حالا میگن که به قیافه طرف قضاوت نکنیم، تن آدمی شریف است به جان آدمی زاد، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. البته غلط خوندنش، تا این سوربی آمد سال 2001 گفت بابا سعدی آمده به خواب من، همونجوری که محمد رفته به خواب آرمن، گفته سوربی اینو برو درست بخون. گفتم یا حضرت سعدی چی بخونم؟ گفت اینجوری بخون، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این نه رو ما بد گفتیم. اینم برگرده به اون روز که داشتم میگفتم این کاما یا ویرگول رو کجا بذاری معنی عوض میشه. اگر بعد از نه یک کاما بذاری اینجوری خونده میشه، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، ولی اگر ویرگول نذاری یا کاما نذاری میشه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. شما اگر مسئول بودید، رئیس شهربانی بودید، رئیس نیروی انتظامی بودید، با این افراد، با این قیافه ها، با این چاقوکشا، با این
اینا چه کار میکردید؟ البته من توی این عکس متاسفانه یک جر و سقیل هایی دیدم، حالا اینجا نمیدونم زندانه یا برج هواپیما مال، چون مثل برج هواپیما یه چیزم فرودگاه هم هست ولی اونا معمولا بزرگتر و قشنگتره، اینجا به نظر میرسه زندانه و تنها چیزی که در ایران دارن توسعه میدن زندان ها هست و جر و سقیل های بزرگ، لابد دیگه اون جر و سقیل های 4-5 نفر اعدام رو میخوان بردارن و دست جمعی اعدام کنن و بیشتر و بیشتر. اینجا میبینید که این مامور انتظامی که به نظر میرسه یک آقای وظیفه‌ای هست داره از خالهای پای اینها عکس میگیره فیلم میگیره. این کار توی آمریکا هم هست که وقتی یک کسی مجرم میشه به غیر از اینکه ضرب انگشت و اینها رو میگیرن، اسم و فامیل و سن و سال و قد و شکل و اینها، میان چیزایی رو که به عنوان نشونی میشه استفاده کنی، مثلا میگه طرف عکس یک عقابی روی دست راستش هست یا عکس مثلا یا فلانچی رو نوشته روی سینه‌اش، که اینا همشون شعر نوشتن. قدیم قدیما هر کسی میرفت زندان اونجا چون بیکار بودن و اینها مینشستن خال میزدن. الان سالهای زیادیه که از آمریکا و اروپا مد شده آدمای معمولی هم خالکوبی میکنن و این رواج بیشتری پیدا کرده. دوستان فکرشو بکنید، شما تو خیابون دارید راه میرید یا رانندگی میکنید، این افراد این وسائل رو به عنوان اسلحه از شمشیر سامورایی مال ژاپنیا تا شمشیر نمیدونم امام حسین و حضرت علی و قمه و دشنه و اینا رو تو جیبشون داشته باشن، بعد بیان از شما مثلا زورگیری، که همون دیدید فیلمشو، یا این آقا مثلا، آیا این آقا از زندان رفتن میترسه؟ شما اینو میفرسی زندان، امروز آفتاب دوزه، بعد که برمیگرده میره سراغ بانک. یا این آقا که دستش اینجوریه معلومه از بس دوا کشیده حتی دستش که میسوزه حالیش نیست، اینو شما از زندان میترسونی؟ اینجا متاسفانه زندان ها نتونستن کمک کنند و به صورت یک بیزینسی در اومده. اتفاقا یکی از دوستان ما هم در رابطه با همین زندان ها کار میکنه و پول خوبی هم میسازه و اتفاقا همون از همون فعالای جنبش تیتیش مامانی هم هستن. بله، این هم توی ماشین های پلیس یا نیروهای انتظامی که این معتادا و اینها رو میگیرن و مایل هستن که شما بگید اگر شما مسئول بودید با اینها چه کار میکردید. بعدن من روز چهارشنبه یا روز جمعه میگم این آقای جوانم که معلومه بدبخت در چه محیطی بزرگ شده، از این قطره اشکی که به صورت خال کوفته، از این نصف ابروش که تراشیده، از این ستارهی که به عنوان گوشواره زده، از این چاکی که دوستش یا یکی دیگه تو مستی و تو خماری به هش چاقو زدن، نشون میده که چه زندگی داشته. اینجا هم سرش رو نگاه کنید و با اینها باید چه کار کرد. درسته که آخوند هم استفاده میکنه افراد سیاسی رو، این وسط میگه اینها قاچاقچی بودن، اینها نمیدونم اراذل اوباش بودن، اینجاست که من میگم اون معنیشو از دست داده. ولی آیا به نظر شما این افراد رو که ما داریم امروز نشون میدیم با این مشخصات، اون وقتا میگفتن با این محسنات و صورت و شکل و اینها، اینا رو اگر شما مسئول دولت بودید یا کاری بودید میتونستید به دولت پیشنهاد کنید، چه چیزی پیشنهاد میکردید که اینها چه بکنن؟ اگر روی خط هستید دوست عزیز بفرمایید. سلام خدمت آقای شوروی، آقای تیرانداز، آقای بهرامی. سلام عزیز دلم، اونها هم لطف کردن و سلام شما رو رسوندن، ممنونم که شما هستید و مهر و محبتتون به اونها برسه. بفرمایید. خوب و سلامت باشم. مرسی. اینا چی نشون میده؟ آقای چه کاشیم آقای سوری ما میترسیم؟ والا به خدا ببین، من و شما میترسیم، بیچاره ایرانی ها که باید باهاشون زندگی کنن تو ایران. من و آقای آریان فر که کاشی هستیم میترسیم داره میبینیم. آقای آریان پور. بله بله. خب بفرمایید که اوضاع و احوال چه خبره؟ شما چی میبینید از این مسافرت آقای روحانی به داووس و اون نشست ژنو؟ امیدی میبینید؟ نوری در تاریکی هست یا آدم ناامید میشه؟ والا آقای سوربی، قذافی چجوری رفت؟ بله بله، این فشار اثر هم باید، فشارکی هم باید همینطوری میره. بشار اثر، بله بله آره.
خیلی ممنون. حالا امیدواریم دوستانی که در رابطه با سوریه بیشتر میدونن بیان یه بحثی رو در این باره بگن، چون یکی از این نشست‌ها درباره سوریه بود و بحث و گفتگوهای زیادی در این مورد بود. یعنی شما امیدتون اینه که اینم به سرنوشت آقای قذافی؟ با امید من این نیست، اینم باید مثل اون بره. بله بنا به در اینو نیجرش میدارن. بله بله، چون به بخاره شرایطی که تو منطقه حاکمه بهتر از این فعلا نمیتونن ردیف کنن. آهان، یعنی به نفعشونه که اینو داشته باشن. اینو داشته باشن. بله بسیار ممنون. بسیار ممنونم. آره بعد خواستم یه خواهشی از شما بکنم. بفرمایید. این آقای نصرت الله نو. بله بله نو. بله بله، که هفته پیش مهمان بود، باز دعوت کنید یا ازش بخواید که راجع به شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی که هم استانیش بودن در اونجا به خاک سپرده شدن، در استان سمنان به خاک سپرده شدن، اینا رو بیاد توضیح بده، معرفی کنه. چشم عزیزم. بس. ممنونم از شما. بله روز خوبی باشه. شما هم همینطور، مرسی که با ما هستید. خدا نگهدارتون. قربانه. خب دوستان عزیز، در رابطه با آقای نصرت الله نو، نویسنده و شاعر، منتظرم که اون ارتباطمون رو یا از طریق اسکایپ یا از طریق اوو به صورتی برقرار کنم که ایشون هم به صورت ویدیو و تصویری هم با شما باشن و حالت بهتری داشته باشن. یه مقاله ای رو من با عزتون میخونم و ازتون خداحافظی میکنم و یه چند دقیقه هم استراحت کنین تا این مزخرفاتی که من گفتم از سرتون بیرون بره، آماده بشید برای صحبت‌های آقای اجلالی. دو دلیل استفاده نکردن ایرانی‌ها از عذرخواهی. اگر انسان بپذیرد که خود و دیگران دارای معایبی هستند که هر از گاهی با یک تنش و اختلال ولو کوچک ممکن است این عیب آشکار شود، عذرخواهی کردن به خاطر آن سخت نخواهد بود. در این گفتگو به این آسیب در زندگی اجتماعی ایرانیان پرداختیم که چرا با وجود تمدنی بزرگ و داشتن دینی چون اسلام که این خصوصیات رفتاری را به گونه‌ای ظریف آموزش داده است، اما در مردمان این فرهنگ مردمان این فرهنگ هر روز کمتر می شود و به نوعی که در مسئولین هم این موضوع به وضوح دیده می شود. پرویز رزاقی روانشناس در گفتگو با خبرنگار شفقنا زندگی اولین با خبرنگار شفق، نمیدونم والله من اسمارم، این در اصل این مقاله مال از نشریه وبسایت تابناک من دارم میخونم، همینم هم که فوری گفته بود اسلام آموزش های فلان، نشون میده که اینا باید یه جورایی اونجوری رو بگن که جمهوری اسلامی کاری به کارشون نداشته باشه. فکر میکنم این مال همون آقای رضایی باشه، نیست این وبسایت تابناک. در هر صورت میگه که با خبرنگاری زندگی اولین قدم برای برطرف کردن سوء تفاهم ها و تنش ها را عذرخواهی دانست و اظهار کرد که اگر اولین قدم در برخی روابط برداشته نشود، گاهی به دلیل انباشته شدن اختلالات در آینده میتواند اثرات سویی بر روابط افراد بگذارد. فرهنگ عذرخواهی معمولا با اعتماد به نفس رابطه دارد، یعنی هرچه افراد در جهت والا من نمیدونم این مندی و اعتماد نمیدونم چیه، میگم ما اصلا حالا دیگه انگلیسی و آلمانی و زبونهای دیگری که یاد نگرفتیم، فارسی هم که الان توی ایران می نویسن دیگه ما بلد نیستیم بخونیم و صحبت کنیم. در جهت اعتماد به نفس از طبقه بالاتری برخوردار باشن، میزان عذرخواهی در آنها بیشتر است. این رو به وضوح میبینیم. تو آلمان بودم، هی از بغل دست رد میشن، میگن این شولیگان بیته بیته، اصلا جوک میگفتن، میگفتن طرف رفت هتل خوابید، صبح که آمدن گفتن که اتاقت چطور بود، گفت خیلی خوب بود ولی این قطاری که رد میشد نیزش بخوابم. گفتن قطار؟ اصلا اینجا ایستگاه قطار نیست، اتاق شما نزدیک خیابون نیست. گفت والله نمیدونم، ولی یه صدایی شب تا صبح اینجوری بود، بیتشن 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 دانکشن بیتشن دانکشن، صدای قطار بیتشن دانکشن.
گفت آها این پشت دارن یه چیزی رو میسازن، مجبورن شبا کار کنن و این کارگرای آلمانی این آجوره که میده دست اون هی میگه بفرمایید بیتیشن، اون استاد هم که میگیره هی میگه دانکیشن، این هی بهش میده میگه بیتیشن، اون میگه دانکیشن، چون تندم کار میکنن مثل ماها نیستن، این میگه بیتیشن اون میگه دانکیشن، صدای قطار میشه. اینم از معدم اینجا آلمان که آمریکا که میای شما نگاه میکنید داری راه میری، طرف یه وقت فوری میگه او ام سوری، معذرت میخوام، ببخشید. اصلا آدم خودش میگه اتفاق، اصلا بعضی وقتا ما نمیفهمیم اتفاقی نیفتاده که چرا اینجوری میکنه، برای که ما یاد نگرفتیم. آقا ما با دو چرخه میرفتیم میپیچیدیم سر پیچ، بعد یه پیرزنی یه آقای پیرمردی داشت میمد میزدیم بهش، چهار چرخ اون میرفت هوا، خودمون هم میافتادیم زمین، اولین کاری که میکردیم چرخ رو برمیداشتیم فرمونش رو صاف میکردیم، شروع میکردیم فرش خوار مادر دادن به اون، مگه کوری؟ مگه نمیبینی من دارم با سرعت میام؟ اون بدبخت هم اصلا نمیدونست چی بگه، اگه از ما گنده تر بود اونم یک شکم سیری ما رو میزد، اگر هم از ما کوچیک‌تر بود که میگه این احمقی که زده به من داره اینجوری هم فحاشی میکنه، حالا دیگه یه حرف بزنم یه کتک هم میزنه ول میکرد میرم. در صورت این هم دو دلیل استفاده نکردن ایرانی ها از عذرخواهی، از افرادی که مشکل عذرخواهی دارن مدام میشنویم که میگن همینه که هستم، راستم میگه، همشون میگن همینی که هستن، خود منم گاهی وقتی میگم عوض نمیشن. در بسیاری از جوامع عذرخواهی به عنوان حس بزرگواری افراد شناخته میشود. وقتی در کشوری با وقوع اتفاقی یکی از بزرگان کشور از مردم عذرخواهی میکند، تأثیر گذار خواهد بود. افرادی که خطای خود را میپذیرند از طرف مسئولین رانده نشوند. اینها یه مقاله بسیار درازی 2-3 صفحه است، اگر دوست داشتید روی تابناک ببینید، اگر هم نتونستید پیداش کنید با من تماس بگیرید براتون ارسال میکنم. اجازه بدید امروز همون 95 دقیقه ازتون خداحافظی کنم و یک ویدیویی رو که خیلی این چند روز گذشته این ور اونور چرخیده براتون پخش کنم و فکر کنم جمعه هم آقای فرهاد پارسی در رابطه با این ویدیو صحبتی داشته باشن. من به ایشون گفتم ایشون 100% خودش تهیه کننده برنامه‌اش هست، مسئول هست از A to Z، از اوپنینگ تا کلوزینگ، و من اینجا اون موقع فقط مثل آپریتور کمک میکنم، یعنی همون جوری که آقای هروی میاد برنامه‌اش شروع میکنه من اینجا هستم، شروع ایشون میره این برنامه اون برنامه صحبت میکنن، این تاپیک اون تاپیک، عکسی احتیاج داشته باشن به من میگن، عکس شماره 3، عکس شماره 2، عکس خاتمی، عکس روحانی، عکس این اون نشون میدیم، آخرش هم میگن که به شما به امید دیدار، ما کلوزینگ رو میذاریم اون چیز فیلم کوتاه رو ازتون خداحافظی میکنیم، ولی از شما میخوان که با خودشون مستقیما تماس بگیرید، اگر اینفورمیشنی آدرسی چیزی میدن میتونید نظرتون رو راجع به اون برنامه با من صحبت کنید، درست مثل این که میریم توی مهمونی میگی آقا دیدی دیشب آقای میبودی اینجوری گفت، میگم بله، میگه آقا چرا آقای فلانی اینجوری نگفت، میگم من چه میدونم از خودش گفت. در صورت برنامه ها به این ترتیب خواهد بود، ساعت 4 بعد از ظهر امروز آقای اجلالی، چهارشنبه من هستم، ساعت 2 تا 4 تا 3 و نیم، بعد ساعت 4 آقای بابک هروی، جمعه من هستم و تو هستی، بعدش میریم با آقای فرهاد پارسی تا چند تا برنامه، فکر کنم اینجوری هست که با برنامه های من یکی هستن و برنامه های خودشون رو، و امیدوارم شما ها به ما بپیوندید تا ما بتونیم هر روز برنامه زنده داشته باشیم و من مجبور نشم هی برم واشنگتن و بیام همینجا از این اتاق، از این استودیوی جهانی. میبینید که ماشاءالله چندین استودیو هم ما با پولی که دادن مثل اونای دیگه، عذر میخوام امروز صدای کاغذه یک کمی ناجوره، مثل اینها نیومدیم همه پولا رو بزنیم به جیبمون، برای بچه‌مون خونه بسازیم، برای نوه‌مون خونه بخریم، آمدیم همه اینها رو میبینید چند تا استودیو، این استودیو شماره 1، این استودیو شماره 2 که با مهمونا هستیم، این استودیو شماره 3، این استودیو شماره 4، این استودیو شماره 5، این استودیو شماره 6، این استودیو شماره 7، این استودیو شماره 8 که اصلا پشت شیکاگو، هر وقت اونجا باشیم از اونجا برنامه اجرا می‌کنیم. میدونید چرا اینا رو بهتون نشون میدم؟ یه احمق نوشته آقا شما اول به من بگو کی به شما پول داده یه چنین استودیوی عظیمی درست کنی. بیا اینم استودیوی اینجا، اینم استودیوی اونجا، اینم استودیوی شماره نمیدونم، اینم استودیوی اونجا،
هر وقت کم آوردید بگید تا من براتون یه چند تا استودیو دیگه بیارم. دوستان عزیز سعی کنید از مغزتون استفاده کنید، خیلی از استفاده نکنید، گاهی وقتی بهش بریک بدید. اگر خیلی استفاده کنید ممکنه مثل من و دیگران دیوانه بشید، ولی یادتون باشه دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. یک دقیقه من وقت بدید، یک دقیقه هم کمتر، اون ویدیو رو براتون میذارم، بعدم میریم سراغ آقای اجلالی. مرسی، خدا نگهدار، به امید دیدار چهارشنبه. یکی از دوستان گفت آقا نیم ساعت داری خداحافظی میکنی، گفتم من فقط اینجورم؟ بابای خدا بیامرز من بلند نمیشد، میگم من زانوام درد میکنه. شما یه بار اینجا خداحافظی میکنی، یه بار دم در نیم ساعت وای میسید خداحافظی میکنی، قرار مهمونی های دیگر میذارید، یه بار بیرون شما برید، ماشینی که روشن کردید خواستید برید، من میام سوار میشم. ببخشید اگر خداحافظیمون طولانی بود، منم مثل شما هستم دیگه، منم از خودتونم، از ما بهترون که نیستم که، هممون این اشکالا رو داریم، باید رفعش کنیم. آری به اتفاق میتوان جهان گرفت خانم شری الوندیا، ولی اتفاق نیست و شماها خرابش کردید. همون چهار نفری هم که میومدن، یکتون دو دلار از این، یکتون شیش دلار از اون، یکتون عکس این حاج آقا رو نیارید، یکتون عکس اون حاج آقا رو بیارید، شماها اون اتفاق رو از بین بردید. امیدوارم عقلتون بیاد سر جاش و بتونید دوباره ازش استفاده کنید. مرسی دوستان عزیز، خدا نگهدار. این بار دیگه جدیه. مرسی.